دو عزیز شما سیا و سفید را از تولو نیوز و تلویزیون تولو میبینین. مهمان امروز ما شخصیت بحث برانگیزی است. شما را از هوادارانش او را به خاطر سعی صدرش در برابر انتقادهایی که از خودش در جریان حاکمیت شد به عنوان بانی آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان میدانند و برخی دیگر هم منتقدینش به این باور هستند که به خاطر چشم پوشی بیش از حد در برابر فساد ایشان حاکم یک از فاسدترین حکومت‌های جهان شمرده میشن. اما همزمان به ایشان شخصیتی هستند که کشورش را در حساسترین لحظات تاریخیش رهبری کردند و به قول خودشان افغانستان را خانه همه افغان‌ها دانستند، ساختند در این مدت. اما منتقدینشان به این باور هستند که در دوره زعامت ایشان فرصت‌های بیشماری هم از دست رفت. بیننده‌های عزیز، مهمان امروز ما جناب رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان هستند. خیلی خوش آمدین جناب رئیس جمهور به برنامه ما. خیلی باشه. ما می‌خوایم که برنامه را با چند سوال کاملا خصوصی شروع بکنیم. به نظر میرسه کمک وزن باختیم از لحاظ فیزیکی. ریش چی است؟ چرا؟ از 3 سال به این طرف وزن باختیم. 4 سال به این طرف. کوشش بسیار کردیم که پس وزن بگیرم، نمیشه. 65 باندیم. 65 کیلو مردم تلاش میکنن که وزن به وزن شما تلاش میکنین که وزن بگیرین. ما بسیار آسان وزن باخته میتونم. فیزیک وجود به مترس خاص. شما در تاریخ 100 سال اخیر افغانستان یکی از طولانی ترین دوره زعامت داشتین، 13 سال. میگن که سیاستمدارا به قدرت عادت میکنن و دوری از قدرت برشون دشوار است. شما چه احساس دارین وقتی که ارگ دورتر از خود میبینین؟ روزی که به فرداش مراسم تعلیف برپا می کردیم و رئیس جمهور نو حکومت جدید مراسم تعلیف شد به جا می کردیم، یکی از خوشترین روزهای زندگیم بود. احساس آرامش می کردم و احساس کامیابی می کردم که افغانستان یعنی الحمدلله به طرف نهادی نشدن دموکراسی یک قدم برمی داره و خوش بودم. پس نخیر، در حالی که قدرت لذت داره و اغلبا افراد به او عادت میکنن، ولی در قسمت به خوشبختانه که اوتنه شد و خوش بودم که مراسم تعلیف میشه و من یک رئیس جمهور باز نشسته میشم، متقاعد میشم. خب حال که تا به اینجا صحبت کردیم، شما هم گفتین که قدرت لذت داره. میشه بگین که بهترین لذتی که شما از قدرت بردین چی بود؟ برای من خب بهترین لحظات زندگی من در جریان ریاست جمهوری تماس ها با مردم افغانستان بود و سفرهای ولایتیم بوده. اگر سفرهای خوش ولایتی بوده یا سفرهای سخت و مشکل ولایتی بوده، اگر موقع بودین که اکشن خیلی مورد صحبت کنم. بله، تجربه اول این با بسیار زیباییم در بدخشان بود. روزهای اول حکومت ما بود، دو روزا سرک و راه و مکتب اینا نداشتیم. ما از فیض آباد روز دوم سفر ما به بدخشان از فیض آباد حرکت کردیم به طرف بارک که بریم به بارک. در راه طرف های 11:30 بجه صبح به یک جای رسیدیم به نام زیارت خواجه عبدالی ولی. در اونجا کسی گفت که اینجا پان شدیم زیارت و دعا کنیم. پان شدیم که دعا کنیم و دعا رو خلاص کردیم و متولی زیارت که دکانه بسیار غریبانه از خس و خاشاک اونجا داشت و از اون دکان خود خربوزی بسیار خورترک آورد و خربوزایش خورد خود بود به غریبی دکانش بود. این خربوزه را من خوردم، بسیار مزه داشت. گفتم که کاکا خدا دکانت را برابر افغانستان کرم کنه. متولی زیارت بر ما گفت که نه خیر صاحب، اتو دعا نکو که خدا دکان ما برابر افغانستان کرم کنه، اتو دعا کو که خدا کل افغانستان را جور کنه، دو دکان ما هم جور میشه. از بهترین لحظات زندگی بود و از بهترین اطمینان هایی بود که یک انسان با یک شهروند و یا یک رئیس جمهور میتونه حاصل کنه از قوت ملتش و از آرزوی ملیش. با می ترتیب روزهای دشواری داشتیم، ولی باز ملت افغانستان دو روزهای دشوار روش بسیار عالی کرد. در من باعث رئیس جمهور کشور و باعث شهروند افغانستان سفر فاریابم که
در روز عید اونجا حادثه بسیار آلمناک انتحاری بود و کشتار 60 بالاتر از وطنهای ما شهادت چون با موتور به فرا سفر که امریکایی ها بمباری کرده بودن و به اونجا رفتم به دیدار مردم هر دو این ولایت مثل دیگه ولایت افغانستان و من احساس بسیار خودی و گذشت دادن و از او بسیار بخوشستم و سپاس میکنم. خیلی خوب، من فکر میکنم که یکی از بهترین فرصت ها برای هر انسان است که کشور خود بهتر بشناسه، بخصوص سفرهایی که شما به عنوان رئیس جمهوری مملکت به ولایت داشتین. یک سوال دیگه که در افکار آمه است است که شما چند سال پیش در یک گفتگو گفتین که حدود 10,000 یورو در یک بانک آلمانی دارید. بله، اون 10,000 همون 10,000 باقی مانده، کم شده یا زیاد شده؟ نمیدونم که کم شده یا زیاد شده، ولی ما قصد ما چیز اونجا اضافه ننداختیم. از او استفاده نکردیم؟ نه خیر نکردیم. میشه بگین که حال که بازنشسته هستین، به قول خودتان متقاعد، یک رئیس جمهور متقاعد هستین، مصارفتان از کجا میپردازین؟ گفتم میشه شما یک دسترخوان خیلی سخاوتمندانه هم دارین. بله بله بله، مصارف از طرف دولت می، هر چه دسترخوان از طرف دولت برمی، نمیدونم که در حدود ماه 5,000 دلار است به یک معادل افغانی میشه یا زیادتر است و معاشم است در همین حدود، به گزاره شخصی ما بسیار خوب میشه و همراهش وطندارای ما بسیار در یک سال با همراه ما کمک کردن. وطندارتان؟ مردم افغانستان. در یک سال کمک عجیب غریبه که اونمو عزتمندی و و و و و همت و علای مردم افغانستان نشان میده. روزی که رفتم به خانه بازنشستگیم، از قالین تا چوکی تا چپرکت تا همه چیز، کسی که قرارداد و خانه را که باز پسان به دکتر سبب درست پردیم به اون خانه قرارداد کرد که بیاره سامان و وسایل خانه را، اونا برای ما کمک کردن، تمام وسایل رو اونجا برای ما آوردن و باز مردم افغانستان، تجارای افغانستان خصوصا 7-8-9 نفرش به ما کمک کردن، بعضشان کمک های بسیار خوبی به ما کردن، بعضشان گندم روان کردن، بعضشان میوه روان کردن، چی روان کردن، هرات ها بسیار مهربانی میکنن، دیروز هم انگور روان کردن، انگور هراتی، پس از اولی از وزن بسیار خوب است، احتیاج نیست. بسیار خوب. احتیاج نیست. بسیار خوب. خوب است که شما احتیاج نیستین جناب رئیس جمهور. یکی از مسائلی که شما در جریان حکومتتان مطرح کردین و اتفاقا خیلی هم بحث برانگیز شد این بود که شما گفتین که ایرانی ها به صورت منظم به ارگ ریاست جمهوری، به دفتر شما کمک نقدی میکردن بله. و بعدا پرده برداشتین گفتین CIA هم این کمک را میکرد. هنوز هم ادامه داره با شما کمک میکنن؟ متاسفانه ادامه نداره. کمک ایران منظم نبود. کمک ایران سال یک بار یا دو بار میشد و اون برای چند سال شد، باز بند شد و باز در آخرهای حکومت باز به یک مدت شروع شد و حکومتی که در آغاز کار ما از طرف ایران به ریاست دفتر ریاست جمهوری شد بسیار به درد بخور بود، بسیار به درد بخور بود و با تشکر میکنیم از اینا، بسیار معاشات از او پرداختیم، بسیار مامورین دولت از او کمک کردیم و او منظم نبود. اگرچه بازم تشکر میکنیم، کمکی که امریکا های میکنن ما افشا نکنیم، خود امریکا افشا کردن کمک خود که CIA به دفتر امنیتی ملی مشاورت امنیتی ملی افغانستان کمک میکرد، البته او پول به معاون امنیتی ملی سپرده میشده و اون منظم بود از آغاز کار تا روزی که ریاست جمهوری اعلام داره اون کمک به دفتر مشاور امنیتی ملی افغانستان میشد، به معاون مشاورت ملی سپرده میشد، باز از طریق دفتر معاون مشاور امنیتی ملی افغانستان از او پول به ولایات افغانستان و مامورین افغانستان خصوصا در بیرون از کابل کمک میشد. البته کرای خانه و اینا هم پرداخته میشد و مصارفات محصلین و بله. سکالرشپ هم بزید داده میشد. اما هیچ زمان نگفتین که مثلا ایرانی ها در برابر کمک مالی مستقیمی که به دفتر شما میکردن چی میخواستن از شما؟ این کمک اگر میخواستن مثلا به دولت افغانستان باشه که مجراهای دیگری داره، وقتی که به دفتر شما به دولت هم کمک میکنه که کمک به دفتر رئیس جمهور افغانستان بود در یک زمان بسیار مشکل که مملکت منابع سر نداشت و کارش مشکل بود و کمک به دولت خوب بود. مثلا بعضی کشورها تلفن آوردن به دفترهای ما توضیح کردن، ملل متحد UNDP تلفن آوردن
ایرانی ها کمک مالی کردن وقتاً فوقتاً نمنظم امریکا ها منظم کمک کردن البته و ما از کمکشان تشکر میکنیم اونا بدل کمک چیزی نخواستن ما از کمکشان استفاده کردیم که اونا چی میخواستن یا نمیخواستن با ما ابدا نگفتن ما فقط همه که براتون عرض میکنم که کمکی که ایران به دفتر ریاست جمهوری کرد به درد بخور بود و ما از ایشان تشکر میکنیم تشکرشان بود از سیایم تشکر میکنیم کارشان نشد ولی کمک خود کردن بسیار خوب سوال دیگه که مطرح است ایست که شاید هیچ رهبر افغانستان به اندازه شما در انظار آمن نگریسته باشه شما بارها در بله. برابر کمره ها و برابر مردم استادین و گریستین بله 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 چی چیزی شما را اینقدر بیچاره می ساخت که گریه را انتخاب میکردین؟ ناتوانی ملی ما ناتوانی ملی با بیچارگی ما در مقابل قدرت هایی که به نام کمک به افغانستان آمده بودن به نام مجادله علیه تروریسم به افغانستان آمده بودن به عوض از اینکه با تروریسم مبارزه کنن و مجادله کنن در خاک ما با بردمان میکردن و امثالش قضایز که شما بلد استین و شنیدین و دیدین دیدن تفلک های وطن ما پاره پاره و بریده هم به دست تروریسم و دهشت افغانا و هم به دست اونهایی که بظاهر به جنگ تروریسم و دهشت افغانا بوده بودن به دست هر دویشان طفل وطن ما بمبارد میشد و کشته میشد و به انتحار کشته میشد یک حالت ناتوانی بود انسان ناتوان گریه میکنه ما یک ناتوانی ملی داشتیم و باعث رئیس جمهور افغانستان ما خود مسئول میدانستم برای حفاظت جان و مال مردم افغانستان ولی او را من نمیتونستم برآورده کنم وسایلش نداشتیم توانش نداشتیم پس ای از دلشکستگی بود که به ما بعد از حادثات رخ میداد و از او وقتی که شما در همچو وضعیت ها مطمئنا خیلی از اوقات قرار گرفتین در 13 سال بسیار جرانی متاسفانه زعامتتان احتمالا تصمیم های سخت هم گرفته باشین در این دوره بسیار بگیم که سخت ترین تصمیمی که در 13 سال گذشته گرفتین چی بوده؟ خب تصامیم بسیار گرفتیم بعضی بسیار سخت بودن و ناخوشایند حالاتی بسیار زیادی آمد که ما رو وادار به این ساخت که تصامیم بگیریم که به او ابدا دید مثبت نداشتیم یکی از تصمیم بسیار مشکل ما تصمیم در مورد قرارداد امنیتی با امریکا بود که بعد از 2 سال غور و مطالعه دقیق و مطالعه نقطه نقطه و هر حرفی قرارداد بالاخره به این نتیجه رسیدیم که قرارداد تا روزی که امریکا به افغانستان تعهد صلح نکنه به خیر افغانستان نیست یک فیصله مشکل بود از یک طرف امریکا بود و تهدیدش که اگر شما این قرارداد با ما امضا نکنید ما کمک های خود بسته میکنیم و پول از کارتان نمیتیم بودجهتان رو پول نمیپردازیم و امثالش از طرف دیگه منفعت بزرگ ملت افغانستان برای صلح و امنیت بود ترازوی این هر دو یک کار بسیار مشکل بود مشکلات روزمره وطن ما بود ولی بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که تا که امریکا تعهد قاطعانه به صلح افغانستان نکنه و به امرای پاکستان معامله خود در مورد روشن نکنه امضای قرارداد به خیر افغانستان نیست و با ما هم عمل کرد بسیار خوب در مورد بحث مناسبات با پاکستان و امریکا در یک بخش دیگه از برنامه میخوایم بیشتر بپردازیم جناب رئیس جمهور اما میشه بگین که در 13 سال گذشته وقتی که شما از امضا نکردن قرارداد با امریکا به عنوان سخت‌ترین تصمیمتان صحبت میکنین میشه بگین که بزرگترین اشتباهتان چی بوده به عنوان رئیس جمهوری مملکت بزرگترین اشتباه
اگر مایل باشین که به مردم افغانستان شریک بسازید. اگر بیادم بیا باش که چوت بزنم. اشتباهات خب. از دید ما خوی را باید کسی دیگه بگه که بزرگترین اشتباه ما چی بوده، ولی ما میتونم که یک صحبت بود. ما فکر میکنم با عجله رفتن به طرف بازار مطلق آزاد اقتصادی که غربی ها میخواستن اشتباه ما بود. دو وقت ما با فکر بگیم که شادی به خیر افغانستان بده باشه، ولی پسان دیدیم که به خیر افغانستان نبود. پسان باز تغییرات آوردیم و کوشش های به طرف اصلاحش کردیم و از دید ما اشتباه بود. درست. و یک کاری که منحیث رئیس جمهور افغانستان و منحیث یک شهروند از این مملکت امروز نگاه بکنین به 13 سال گذشته و فکر کنین که باید بهش افتخار بکنین، شاید شما کارهای زیاد کرده باشین، اما یک کاری که بیش از همه به او افتخار بکنین چی است؟ سه چیز است. ای که افغانستان دوباره خانه تمام مردم افغانستان شد. هر کس که میخواست که بیاد به افغانستان راهی بد نبود و ذهنش تهدید نمیشد و آزادی بیانش تهدید نمیشد میتونست که به افغانستان خانه خود بسازه و ساختن. میلیون ها نفر مردم ما ساختن. دیگهش که از اون بسیار خوش هستم تعلیم جوان های افغانستان بود. در 13 سال رئیس جمهوری طرحهای کردیم و کارهای کردیم که تعلیم افغانستان رشد کنه، جوان های افغانستان تعلیم یافته شوند، ولی نتیجهش روزمره نمیدیدم. نتیجهش بعد از اینکه از رئیس جمهوری خلاص شدم دیدم. جوان های که پیش ما بودند یک سال گذشته نشان داد که الحمدلله افغانستان در این راستا بسیار ترقی کرده و به می دلیل امروز با نمو جوان های که تعلیم یافته شدند در افغانستان تا 13 سال صدا میکنم که وطن خود را ترک نکنند. میشنم که تعداد زیاد از جوان های افغانستان وطن را ترک میکنند، میرن به طرف اروپا. این روز هر کشور روزهای مشکل می داشته باشند. ما هم روزهای مشکلی داریم، در گذشته هم داریم، عالم داریم، ولی باعثی از این باید نشد که ما وطن خود را ترک کنیم. چه به جوانای خود سلام میکنیم، ششتن که جوانای عزیز بزن دختر و بچه افغانستان کشورتان را ترک نکنین، امین جبانین، کشورتان را بسازین. ابو زحمتی که اونجا میکشین اگر اینجا بکشن کشور ما آبادتر میشه و خانه بسیار خوبی به همه ما میشه. کامیابی دیگیم و خوشحالی دیگیم طبعا که آزادی مطبوعات افغانستان بوده، آزادی بیان در افغانستان بوده و پایین تر از اون خوشی های دیگه هم داشتیم که و تفصیلش نمیدیم. خوب است که با یک حرف خوش از شما ما در این بخش از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم. بیننده عزیز، برنامه سیاست‌سفید با رئیس جمهور پیشین افغانستان جناب حامد کرزی ادامه داره. بیننده عزیز، شما برنامه سیاست‌سفید را از تولو نیوز میبینین و مهمان ما رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی هستند. جناب رئیس، شما بارها گفتین که در انتخابات گذشته اگر خودتان انتخاب میداشتین دکتر اشرف غنی را انتخاب میکردین به عنوان یک فرد. رای برش دادم، بله. اخیراً تولو نیوز یک نظرسنجی را برای انداخت و نشان میده که میزان رضایت مردم افغانستان از شخص رئیس جمهور کنونی افغانستان پایینتر از 20% است. شما به عنوان یک شهروند و به عنوان کسی که برش رای دادین، به عنوان یک رای دهنده، میزان رضایتتان در چی حد است؟ خب ما باعث یک رئیس جمهور بازنشسته افغانستان در این مورد باید اظهار نظرم بسیار با احتیاط باشه و او در پشتیبانی دولت باشه. از سیاست های دولت در جایی که ناراضی بودیم در قسمت پاکستان به وقت صحبت کردیم، ولی وظیفه خود می دانم که دولت افغانستان را تقویه کنم و به همراهش باشم و در آوردن یک فضای مثبت با کشور ما هر چی که از دستم پر باشم کار بکنم تا اطمینان مردم باشه، تا مملکت ما آرامتر باشه و البته به امید و به آرزو از هر دو برادر ما، از دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور کشور ما و دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی کشور ما که بتانن برنامه های خود زودتر تطبیق کنن و چیزی که آرزوشان است و آرزوی ملت افغانستان است به افغانستان زود آورده شا به یک دستاوردی ای حکومت. بسیار خوب، اما نگفتین که میزان رضایتتان
در چه حد است؟ آیا مثل مردم افغانستان پایین تر از 20% است یا نه؟ خیر، دیگه برای اظهار نظر نمی کنم، من فقط میگم که پشتیبان هر دویشان است. اما گاه شما نارضایتی تان پنهان نکردید، مثلا در مورد موافقت نامه امنیتی که میان دولت افغانستان و دولت پاکستان امضا شد، دفتر شما اعلامیه پخش کرد بلی بلی. کلمه خجالت آور استفاده کرد. نه خیر، نگفتیم خجالت آور، نه او تو نگفتیم، گفتیم که ای به ضرر منافع افغانستان است و ای باید لغو شود و در آینده همچین چیزی تکرار نشود. و الان به موقف خود استاد هستم که تفاهم نامه امنیتی بین امنیت ملی افغانستان و آیسای پاکستان به خیر افغانستان نیست، چون افغانستان باید کشور مردم سالار باشه، دموکراسی باشه و کشوری باشه که دو امنیت ملی افغانستان در زندگی مردم افغانستان هیچ دخالتی نداشته باشه جز فراهم آوری امنیت خارجیشان که کشور متظر نشه از بیرون. به هیچ عنوان افغانستان باید کشوری نباشه که دو امنیت ملی ذهنیت سازی کنه در کشور و یا در تبانی با یک اداره استخباراتی که در کشور خود بسیار ظلم کرده، بسیار حقوق مردم زیر پای کرده. نباید با اونا ما همکار باشیم در این مورد و نباید که ما با اونا امضا داشته باشیم، خصوصا با اداره ای که همواره کوشش به تضعیف افغانستان کرده و رنج های مردم افغانستان از دست اونهاست. در دوره حکومت شما هم تفاهم نامه های میان امنیت ملی ما و دولت پاکستان امضا شده؟ هیچ وقت. مثلا در مورد کنترل سرحدات میان افغانستان پاکستان و ناتو اسناد وجود داره؟ نه، او با او کار ناتو بود، برای عملیات سه جانبه ناتو بود، نه بین افغانستان و پاکستان که تبادل اطلاعات جزء از بود. بله، نه بین افغانستان و پاکستان. زمانی که امریکایی‌ها و ناتو کوشش کردن که همچون یک قراردادی بین افغانستان و پاکستان شود، او را مورد کردیم و اسنادش دفتر مشاورت ملی افغانستان است. مشاورت امنیت ملی زمان حکومت ما تشریف دارن سپنتا صاحب و او را مورد کردیم، بلکه دفتر سپنتا صاحب به امضای سپنتا صاحب کتبا به تمام ادارات افغانستان فرستادیم که این قرارداد دولت افغانستان منظور نداره و باید رد شود. خب شما نخواستین که سری در مورد میزان رضایتتان از شخص رئیس جمهوری کنونی افغانستان ما پشتیبان هر دو برادر ماستیم. خب اما سران حکومت وحدت ملی نارضایتیشان از شما پنهان نکردن، مثلا آقای دکتر عبدالله در بدخشان و در کندوز سری گفت که شما به دنبال ساختن حکومت موقت هستین و براندازی از این نظام، چه پاسخ دارین شما؟ ما حکومت دائمی خود ایلا دادم، موقت چرا بسازم؟ اما دائمی شما به پایان رسیده بود. خود اگه ایلا دادم اگه میخواستم ادامه میتونستم. خارجی ها چندین بار آمدن که ادامه بدیم، شرط چانه بود که قرارداد امضا کنم. ما گفتم نه خیر، من قرارداد به خیر افغانستان میدانم، نه ادامه حکومت ما به خیر افغانستان میدانم. پس از اول لحاظ مطمئن باشین اینا که اوتو نیست. البته در قضایای مهم ملی برشان گفتیم همیشه که چیزی که اینا در داخل حکومت میکنن با بو قرض ندارم ابدا، ولی در منافع بزرگ ملی افغانستان با ایسک شروند و با ایسک شروند که یک تجربه دیگه دارم، دزدیکتر دارم با قضایای افغانستان و با چیزی که ما منفعت مردم افغانستان ترقی میکنیم، در اونجا حق دارم که با ایشان صحبت کنم و صحبت خصوصی هم کردیم و ارنیام کردیم و پشتیبانشان به تمام معنا هستم. شما در صدد تشکیل اپوزیسیون یا گروه فشار علیه حکومت وحدت ملی؟ من یاد ندارم اپوزیسیون سازی را، من یکی حزب سازی را یاد ندارم. هر انسان در چیز استعداد بداشه باشه، من در حزب و حزب بازی استعداد ندارم، همین چلا یاد ندارم و در اپوزیسیون سازی هم هیچ استعداد ندارم. در جور کردن و در با مردم بودن و با یک جای شدن و اتحاد و اتفاق او چلا یاد دارم، مخالفت و تفرقه را یاد ندارم، او کار نمیکنم هیچ وقت. بسیار خوب، یکی از نکات اصلی اختلاف نظر شما با حکومت وحدت ملی بحث پاکستان بوده، چگونگی رابطه با پاکستان. بله. شما همه رسانه ها میگن که بیش از 20 بار به پاکستان سفر کردین. بله. و تلاش کردین در حدود. بله. 13 سال و اتفاقا در داخل افغانستان یک تفاهم هم وجود داره روی ازی که پاکستان یکی از عوامل اصلی بحران و جنجال در افغانستان بوده، اما چاره چیست؟ با پاکستان چه باید بکنیم؟ با ملت پاکستان که ملت برادر و عزیز باز به تمام معنا دوستی می خواهیم.
ملت است که به افغانستان با آغوش باز با مردمش خانه داد، جای داد، مهمان نوازی کرد. با سیاسیون ملکی پاکستان با تمام بنا دوستی داریم و بنام آرزوی خوبی به افغانستان دارن. مشکور ملت پاکستان هستیم. ابدا باید مردم افغانستان دوستی و مهمان نوازی ملت پاکستان را فراموش نکنند. دو مردم همسایه هستیم، دو مردم بسیار با هم نزدیک هستیم. مثل دو برادر یا خواهر دوگان هستیم. ولی ما بین ملت پاکستان و چیزی که عسکر و استخبارات پاکستان کرده فرق میگذاریم. اما که ملت پاکستان با ما دوستی کرد، استخباراتش در خدمت به قوت‌های بزرگتر و برای اهداف خود در افغانستان ظلم کرد. امیدوار هستیم که اونا اصلاح کنن خدا. با اونا دشمنی نداریم. ابدا اصلاحشان میخواهیم. بهبود وضعیتشان میخواهیم. اما در 40 سال گذشته که بحران افغانستان ادامه داشته، با وجود که شما میگین ملت پاکستان با ما دوست هستن، برادر هستن. هستن. بله. با وجود ازی همواره آیسا همین نقش بازی کرده، فوج همین نقش بازی کرده. یعنی سوال ما ایست که چه چاره در برابر دولت و نهادهای حکومتی پاکستان ما داریم؟ کوشش ما برای اصلاحشان، نه دعوا به ایشان، نه مخالفت به ایشان، کوشش ما برای اصلاحشان. حقیقت گفتن به ایشان و در این حال اصلاح را خواستن. اینا از ما رسمیت دیورنده میشناختن، میخواستن. ما باشان واضح گفتیم که این ممکن نیست. ابدا ملت افغانستان اینا میپذیره. اینا میخواستن که سیاست خارجی ما را حداقل در مورد پاکستان کنترل کنن. ما ابدا به این موافقه در مورد هندوستان کنترل کنن. ما ابدا به این موافق نبودیم و نیستیم. و نه ملت افغانستان میپذیره. اینا در امور داخلی ما حق مداخله میخواستن که ما ابدا این را نپذیرفتیم و نمیپذیریم. ما سوا از سه حساسیت ملی افغانستان، ما با پاکستان و دولتش با تمام معنا دوستی میخوایم و برادری میخوایم و کوشش با میست و این کوشش با جاری باشه. تلاش و کوشش شما برای اصلاح نهادهای حکومتی پاکستان نتیجه نداده جناب رئیس جمهور. در 13 سال شما 20 بار به پاکستان رفتین. نتیجهش چی بوده؟ خب این به این معنا نیست که کوشش شما ادامه پیدا نکنه. آیا عین مجرا باید ادامه پیدا بکنه؟ عین روش دیگه چی مجرا داره؟ جناب جنگ رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور کنونی افغانستان یک رای متفاوتتر نسبت به شما بله انتخاب کرده که اندک بله. نرمش در برابر نهادهای پاکستانی است و شما از این راضی نیستین و رای که شما رفتین نرمش کامیاب نبوده. خب راه کامیاب نبوده ولی کوشش است که باید ادامه پیدا کنه. شما راه دیگه ندارید. باید با پاکستان کوشش دوستی شود و در عین حال با پاکستان از موقف یک افغانستان مستقل با عزت و سیال با پاکستان ما همسایه مصوبت شد. نه از موقف ضعیف، ما از یک موقف قوی افغانستان مستقل که دوباره به مقابلشان بیرق افغانستان به اهتزاز در آمد، دوباره به مقابلشان دولت افغانستان ایستاد، منفعت افغانستان برشان بیان کرد و به اونا فهماند. از اون موقع با اونا صحبت داشتیم و میکنیم و این باید ادامه پیدا کنم. از که شای رئیس جمهور فعلی افغانستان در مورد رافتن راه حل با پاکستان و رسیدن به صلح حمایت میکنم. در مورد اختلاف نظر داشتم که خدمت ایشان عرض کردیم و بعضیش علنیوم گفتیم، ولی از کوشش شاشون در مورد حمایت میکنیم. کوشش حتمی همسایه ماستن و از این باید هیچ وقت ما پای خود پس نکشیم. شما هر زمانی که هند و پاکستان در برابر هم مطرح میشن، شما بارها گفتین که هند را انتخاب کردین و زمانی که پاکستان از شما مثلا خواست، آنچه که خودتان میگین که یک از شرایطش بود که میزان مناسبات با هند باید کاهش پیدا بکنه، شما نپذیرفتین. بله. هزینه دوستی با هند بر افغانستان چند تمام میشه؟ ما هزینه برای استقلال وطن خود پرداختیم. فیصله افغانستان برای روابط با کشورها مبنای استقلالیت افغانستان داره، بر مبنای استقلال با حاکمیت ملی افغانستان استان است. اساسش مو است. بله. اگر ما خواستیم با هند دوست باشیم، برای منفعت افغانستان دانستیم و فیصله مستقل ما بوده. به این ترتیب با پاکستان روابط ما با اساس فیصله مستقل دولت افغانستان بوده. روابط ما با هند هیچ وقت به قیمت روابط ما با پاکستان نبوده. و نه رابط ما با پاکستان به قیمت رابط هند میتونه باشه، نباید باشه. شما از دوست مانند هند مثلا
اسلحه ثقیل خواستیم. بله خواستیم. رد کردن. اونا رد نکردن ولی چیزی که ما بخواستیم اونا توان اجرایش نداشتن. وقتی اونا شما نمیدونستین که یا توان اجرای خاص شما را نداره؟ یک خواسته کردین که خب ما این را نمیدونستیم که اونا در این مورد مشکلات شاید داشته باشن ولی هند به افغانستان کمک بسیار زیاد کرده. هزارها جوان ما را تعلیم یافته ساخته. دوستی بسیار عمیقی با افغانستان کرده ما از اونا مشکور هستیم. در قسمت نظامی و کمکهایشان هند یک کشور احتیاطکار است و از دوستی خود با امریکا ملاحظاتی داره، اونا رو نمیخواد که ناراض بساز در این مورد. معلومات ما ایست که امریکایان میخواستن که به هند به افغانستان کمک کنند. شاید امریکایان ملاحظی پاکستان رو داشتن و به می دلیل به هند گفتن که کار نکنید که پاکستان بسیار ناراض شود و اینچنین کشور متین و احتیاطکار است. این ملاحظه رو پذیرفتن که ما درست نمیداریم. البته ما میخوایم که این جرأت زیادتر نشان بده و با افغانستان با دوستی که ملت افغانستان با اونا میکنه در جایی که توان دارن جواب مثبت بده که اغلب این کار شده. بسیار خوب. شما در یک سخنرانیتان در هند در سال 2014 گفتن که در افغانستان صلح نمیه تا زمانی که پاکستان و امریکا به اهدافشان نرسن. میشه بگین که هدف مشترک پاکستان و امریکا چیست یا نقطه‌ای که پاکستان و امریکا رو به همدیگه وصل میکنه چیست؟ هدف مشترک شاید نداشته باشد ولی جنگ ما در خاک ما جنگ منافع بیگانه است. منافعی که در اون مردم افغانستان کشته میشد یا لوازه شده. اگر جنگ علیه تروریسم می بود آل ما نتیجه می داشتیم. 13 سال میشه که جنگ علیه تروریسم ادامه داره و تروریسم زیاد شده میره، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگه اسلامی و در همسایه های ما مثل چین و مثل روسیه و جای دیگه. پس جنگ منفعت هاست. امریکا منفعت خود داره، پاکستان منفعت خود داره. ولی پاکستان به دلیل دوستی بسیار قدیمی 60 سالیش با امریکا و انگلیس یک خدمتگاری به اهداف اونها هم است. در حالی که با اونها خدمت میکنه در لابلایش منافع خودم جستجو داره در افغانستان. منافعش در افغانستان متاسفانه منافع خلاف منفعت ملی افغانستان است و خلاف در حقیقت عواطف بشری است. این را اگر افغانستان را میخواین نظامی های پاکستان که بی تعلیم باشه، مسکین و بیچاره باشه، از پای افتیده باشه و او را ما ابدا نقبول کرده میتونیم باعث انسان و نه کرامت انسانی ما را قبول میکنه، نه باعث یک ملت و نه باعث یک منفعت او را پذیرفته میتونیم. پس این دو منفعت با هم در جای با هم یکی میشن، در جای با هم در تضاد میباشن و در هر دو موردش افغانستان رنج میبره. نگفتین که منافع امریکا در افغانستان چیست که شما به شکل اشاره میکنین که اونا به جنگ بر تروریسم آمدن و تروریسم کاهش نیافت، افزایش یافت. امریکا به دنبال چیست جناب رئیس؟ خب من نمیدونم که امریکا به دنبال چیست. یعنی در 13 سال شما کشف نکردین؟ کاش که کشف میکردیم ولی کشف نکردیم. خب ذهنیتی داریم و شکهایی داریم. اون شکها را ما حداقل 8-9 سال میشه که با امریکا در میان گذاشتیم و صحبت کردیم. پیام ما با امریکایی است. ای بود در زبان حکومت ما و ای هست امروز که تکرار میکنم که اگر امریکا در این منطقه بر اهداف بزرگتر سوپر پاوری خود آمده، افغانستان باعث یک کشور غریب و بیچاره توان مقابله با اینا نداره، نمیخواه رایشان بگیره و نه رایشان گرفته میتونه. ولی افغانستان هرچقدر غریب و بیچاره هم باشه، هرچقدر خانه مسکین و بیچاره هم باشه، او خانه منفعتی داره، حساسیتی داره و راهی به خود داره. امریکا در حالی که پشت اهداف خود میتونه بره نباید منفعت افغانستان غریب و بیچاره را بر او اهداف خود زیر پای کنه. ما را بگذاره که به اهداف خود برسیم که اگر افغانستان آرام با عزت صاحب صلح و صاحب ترقی به سطح توان ملی کشور خود ماست. اگر رو نکنه با ما مجبور به ایسه ملت اگر کار دیگه کرده نمیتونیم صدای ما بلند باشه. با مدلیل هم صدای بلند بود و در آیندام می باشه تا امریکا برابه. مردم افغانستان خواهان
جواب های بسیار صریح هستند جناب رئیس جمهور و رهبران افغانستان معمولا جواب صریح نمیدن. اگر از شما بپرسم که امریکا دوست است یا دشمن، چی پاسخ میدید؟ امریکا کشور بسیار بزرگ جهان است، یک ملت بسیار معزز و باعزت جهان است، یک ملت بسیار خواریکش جهان است. ما با ملت امریکا دوستی میخواهیم، رفاقت میخواهیم، اندیوالی میخواهیم و از کمک های ملت امریکا به افغانستان تشکر میکنیم. در معارف ما، در ساختن راه های ما، در بهبود وضع صحی کشور ما، در هر جای دیگه که کمک اونها به افغانستان رسیده و به خیر ملت افغانستان بوده، ابدا مشکور هستیم و تشکر میکنیم. ولی دید ما در مورد اعمال حکومت امریکا فرق داره. مانند که به مشکلی که دید شما نسبت به حکومت پاکستان و مردم پاکستان مطلق فرق. بله بالکل به مشکل. و برایشان گفتیم بارها، از بمباری هایشان در افغانستان شدیداً انتقاد داریم و ناراض هستیم، از سیاست دوگانیشان در مورد تروریسم شدیداً انتقاد داریم، از روششان با افغانستان که افغانستان یک روز دوست دانستن دیگر روز پاکستان بالاتر دانستن ما شدیداً انتقاد داریم. ما یک روش روشن و صریح میخواهیم از امریکا که در او خیر افغانستان تضمین شده باشه. و خیر افغانستان از دید ما اگر افغانستان با امن است، افغانستان صاحب اصول است و افغانستان مستقل و به طرف روان به طرف ترقی. ایناره امریکایی که ایره با ما بده بدون شک بهتری دوست افغانستان می باشه. اما شما گاه توصیف های از امریکا کردین که به هیچ صورت توصیف یک دوست نیست. مثلا گفتین که امریکا به دوست میگه نمان، به صاحب خانه میگه که احتیاط بگو. خاموت کرده؟ این یک دوستی کار نمیکنه در برابر دوستش. خب دوست یکان دفعه میتونه که فریب هم بخوره. فریب کی خورده بود؟ فریب هر کس، یا فریب طرز دید خود خورده یا فریب کس دیگه رو خورده. اگر فریب نیست پس بدتر از فریب است. در اون صورت ما نارضایتی ما زیادتر میباشه. وقتی که اینا به عسکر افغانستان معاش میدن، به دولت افغانستان کمک میکنن و آمدن به جنگ علیه تروریسم و جنرال کلانشان رئیس عمومی قوای امریکا ادمیرال مولن اعلان میکنه که شبکه حقانی یک دست ثابت شده استخبارات پاکستان است، آیسای است، باز اونا رو پول میده سالانه میلیاردها دلار، اونا رو اسلحه میده، اسلحه رو از افغانستان میبرن، اسلحه که باید بر ما بانن با ما نمیمانن، از ما میبرن با پاکستان میدن. ما چی بگیم؟ تشکر کنم و یا حقیقت بگیم که دزد میگه دزدی که صاحب خانه رو میگه خانه نگاه کن؟ چرا؟ چراش از اونا بپرسین؟ خب چراش ما نمیده؟ یکی از مسائلی که ظاهرا سبب جنجال میان شما و امریکا شد بحث امضای موافقتنامه امنیتی بود. میشه بگین که امریکا برای نخستین بار چه زمان از شما خواست که موافقتنامه را امضا کنید؟ امریکا خیلی موافقه نامبر به خیلی که از سال 2012 میخواست زودتر شو، ولی ما موضوع رو به بحث بسیار جدی بردیم و هر سطر و هر حرف و هر معنای موافقه نامبر رو بحث کردیم و به تفصیل بحث کردیم و کوشش کردیم که به تمام معنا و منفعت افغانستان دو گنجانیده شد. ما مطمئن شد که افغانستان خدا ناکرده در او متضرر نشه. ولی در جریان این دو سال مذاکره که با امریکا داشتیم، باز مذاکرات دیگه هم داشتیم به سطوح دیگه با امریکا، با رئیس جمهورشان، با بزرگای دولتیشان، و در اون مذاکرات از اونا حرفهای شنیدیم که به ما ایره یقینی ساخت که ما بایس رئیس جمهور و مسئول وقت افغانستان نباید ایره امضا کنم قرارداد امنیتی را، منظورم است تا که امریکا پروسه صلح افغانستان تضمین نکنه و تا که امریکا روش دوگانه خود در مورد ما از یک طرف و بانیای تروریسم از طرف دیگه تغییر نده و یا وضاحت نبیاره. شما گفتین که چیزهای شنیدین از مقامات ارشد امریکایی، میشه به ملت افغانستان منحیث رئیس جمهور بازنشسته کشور بگین که چی بود؟ چی شنیدین شما که شما رو به این نتیجه رساند که نباید امضا بکنین و این به نفع افغانستان نیست؟
مثلا یکی از چیزهایی که شنیدیم این بود در 2013 در یکی از سفر آخرم به امریکا که بزرگای امریکا به ما گفتن که شما باید که سیاست خارجیتان حداقل در مورد هند زیر اثر پاکستان بسازید. او رو ما یادداشت دارید. مثلا چیز دیگه شنیدیم بود که اگر بمی در دست مقابل سوال ما سوال کردم که اگر بمی در کابل و یا در یکی از ولایت افغانستان و یا یکی از دهات افغانستان منفجر شد و دو دهات از طفلا و زنای کشور ما شهید شوند و کشته شوند و مجروح شوند این تروریسم است؟ یعنی اونا گفتن خیر این تروریسم نیست. پس گفتم تروریسم چی است؟ گفت تروریسم زمانی میشه که منافع امریکا در خطر شد. باز ما سوال کردم که اگر از طرف پاکستان 2000 نفر سر ولایت پکتیکای ما حمله کنند او چی است؟ او تروریسم است یا نیست؟ گفت نخیر این معامله بین شما و پاکستان است. پس قضایای رخ داد، حرفای شنیدیم و حرفای زدیم که مرا به شدت و به عمق ضمیرم مرا به رساند که تاک امریکا زمانات صلح افغانستان را نکرد، چون جنگ ما جنگ بیرونی دانستم نه جنگ علیه تروریسم، منافع بیرونی دانستم، تا کی زمانات صلح افغانستان نکردن اینا و در مورد پاکستان موقف خود واضح نکردن امضا نمیکردن. و برادرای خود گفتیم کسایی که با امرای ما در حکومت بدن همیشان دکتر صاحب اشرفانی رئیس جمهوری فیلیبارا در این مذاکرات با امرای بوده و خبر داره که چی شده. گفتیمش سپنتا صاحب در تمام مذاکرات بوده، یادداشت دارن، تمام اعضای حکومت خبر دارن که چی گذشت و چی شد و ما چرا بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با امریکا را پیمان قرارداد امنیتی را امضا نکنیم. اما دکتر اشرف غنی راه شما را دنبال نکردن. خب اونا مصلحت خود داشتن، دید خود داشتن، اختیار خود داشتن. وقتی که رژیم بود اختیار از اونا بود، پس اونا به اختیار خود عمل کردن. ولی خب زمانی که رژیم بودم اختیار خود استعمال کردم و برای امریکا قرارداد امنیتی را امضا نکردم. بسیار خوب، شما پیشتر از گسترش توریسم در منطقه صحبت کردین. یکی از تهدیدهای بسیار جدی فعلا از شمال افریقا تا افغانستان و پاکستان و آسیای میانه بحث داعش است، دولت اسلامی. آیا شما دست امریکا را در عقب داعش میبینین؟ تا که همچون اینا را چنان بگذاریم حرکت های تروریستی پشتیبان بیرونی نداشته باشند، ابدا کار کردن نمیتونن. در عراق و در سوریه شاید ناشی از حالات و کشورها بوده باشه که وام به دلیل مداخلات بیرونی بود. بدبختی عراق امروز، بدبختی سوریه امروز دلایل داخلی شاید داشته باشه، ولی دلیل عمده بدبختی ملت ها مداخلات بیرونی بوده، تا به لیبیا، تا به مصر، تا به تونس. در افغانستان طالب ما میدانیم که در دیو وطن ما است، در هر ولایت ما است، در هر قریه ما است، مدرسه داریم، طالب داریم، در جهاد افغانستان بودن، بایستی یک تنظیم بودن، در تنظیم های مختلف افغانستان فعالیت داشتن اینا و حقیقت جامعه افغانستان است. ای که مسلح شدن و ای که از جانب یک کشور یا کشورهای بیرونی خلاف خاک خود استعمال شدن این مسئله علایده است، ولی از ما هستن و امیدواری ما می است که برادرای ما، بازم خطاب میکنم برادر، خطاب میکنم برادرای ما طالبا خود از چنگال اسارت بیرونی آزاد کنن و بیاین به خاک خود و خاک و مردم خود از این رنج روزمره که 30 سال مش دو می سازیم از این نجات بدن و نقش بزرگی دوی برد میتونن ادا کنن، بحیث افغان، بحیث مسلمان، بحیث شهروندای کشور آزاد کنن خود. من میترتیب که ما در اینجا باید خود آزاد داشته باشیم، اونا هم خود آزاد کنن. الحمدلله که ما آزادی بیشتر داریم. دوباره میگیم که اونا خود آزاد کنن و بیان به کشور خود. شما مهم با داعش. داعش یک پدیده مطلق بیگانه است به افغانستان. اگر داعشی در افغانستان تقویت میشه از لحاظ تعداد افراد و یا وسایل و یا امکانات عملیاتی، بدون شکی بدون دست خارجی نمیشه. پس طبیعی که در افغانستان گسترش داعش
تقویت داعش به دست خارجی است و بر اهداف بگیرین که خارجی کیست. من نمیدونم، مرتضی هنوز وقت است، با وقتش باز میگیم. بسیار خوب، تشکر جناب رئیس جمهور. حال و طرف یعنی شک خواب. دارم یقین هنوز ندارم. باش که شکم با یقین بدل شد. شکتون بالای کی است؟ باز تلفن میکنم برتون میگم برتون. تشکر، ما هم حتما در خبرها نشر میکنیم. آقای نطقی شما بفرمایید. تشکر از جناب جلال مآب رئیس جمهور پیشین افغانستان و تشکر از طلوع. سوالی از ما در ارتباط با همین بحث اخیر شماست که آقای مهدی امروز تاکید میکنم. جناب جلال مآب، شما میدونید که بعد از نشست بن حکومت شما یک حکومت استثنایی بود، یعنی به این معنا که تمامی دنیا از حکومت شما حمایت میکرد. بله. تمامی دنیا. بله بله. و این یک فرصت استثنایی بود در تاریخ افغانستان که از این فرصت استفاده نشد. بله. نکته دومی که به عنوان یک سوال جدی مطرح است وای است که یک مثال داده میتونید که در کدام مورد نشد؟ یعنی وضعیت فعلی افغانستان نشان میده برای این که ما در اوج فقر و بدبختی و فلاکت و اینا زندگی میکنیم، زیر ساخت ها به طور کلی از بین هیچ وجود ندارن و یک کارهای به اصطلاح ریفورمی انجام شدن و مردم الان از گرسنگی و مرگ و اینا میمیرن، در حالی که از این فرصتی که برای شما پیش آمد که همه دنیا شما حمایت میکرد شما میتونستید این نرسه ها رو توجه بکنید. درست. نکته دومی که باز خیلی مهم است، شما با متحدین بسیار عمده ایتان درگیر شدین و با اونا اختلافات خیلی شدید پیدا کردین. یعنی امریکا؟ متحدین عمده افغانستان در داخل کشور؟ در داخل افغانستان به لحاظ سیاسی و کارهای اونا رو به هیچ وجه شما قبول نداشتین. یعنی من سوال بکنیم، منظورتون خارجی هستن؟ بله بله. خب خارجی ما متحدین بین المللی عرض کردم. با اونا درگیر شدین، با 48 کشوری که در اینجا آمدن تحت عنوان ایساف و ناتو و اینا با اونا درگیر شدین و کارهای از اونا رو به صورت کلی رد کردین و در موارد هم از اونا تشکر میکنید و این یک تناقض هم هست. اگر سوال مسئله سومی که باز مطرح هست اینه که شما با مخالفینتان با یک ادبیات بسیار مخالفینی که اصلا نظام شما را قبول نداشتن اونها رو به عنوان برادر یا برادران ناراضی که الان هم اشاره کردین بله بله با اونا برخورد کردین. سوال اینه که آیا واقعا مسائل پشت پرده بوده و اسرار پشت پرده در این مخالفت شما با متحدینتان و این که شما کسانی را که اونها نظام سیاسی شما را از اصل قبول نداشتن با اینا با این ادبیات برخورد کردن چه رازی و چه اسراری در پشت پرده بوده؟ تشکر. راز برتون گفتم پیشتر. رئیس، دو سوال دیگه هم بگیریم یا میخواین پاسخ بگین اول سوال؟ اختیار شماست. خوب است، یک سوال دیگه هم میگیریم بعد بریم به شما بفرمایید. در افغانستان پخوانی ولسمشر تاسو سلامونه اونی که هیله وړاندې کوم او مننه کوم تلو تلویزیون نه. ما از مختصرا سوال ته زما سوال می داده چې د بخښنې سره تاسو کوم مجبوریتونه درلودل چې په ټول دو دی ډیر لسو کلو کې په دې و نه توانیدلی چې منهایز د یو مستقل هیواد چې استقلالیت هم درلود د نورو هیوادو ته چې د افغانستان ته لیواله هم و د هغې نه مرستې وغواړئ، یعنی هغه نظامي مرستې چې حکومت په پښو ودروي په افغانستان کې صلح او ثبات راشي لکه هندوستان او روسیه. په دې مورد باندې که ځواب راکړئ ښه به وي، مننه. ښه، با اجازه شما یک سوال دیگه هم میگیریم. شما جوان که در قطار دوم نشستن، جناب رئیس جمهور، سوال ما از شما ای است که با در نظر داشت تجربه های چند ساله که شما دارین، ارزیابی تان از انتخابات سال گذشته که در نتیجه از او حکومت وحدت ملی به میان آمد، ارزیابی تان از این انتخابات چی است؟ به دلیل از اینکه اعضای هر دو کمیسیون در زمان شما و با امضای شما به کارشان آغاز کردن و به تازگی حکومت وحدت ملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کردن، به نظر شما پیشنهادهای مشخص شما چی است که باید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چه کارهایی را باید بکنه؟ درست. و اعضای کمیسیون باید برن به محکمه
و به مردم افغانستان جواب بدن تا درست. با یک پروسه ملی خیانت کردن. تشکر. شما نامتونم بگیرین تا رئیس بدانه که. نام وحید احمد. وحید احمد جان هستین. بسیار عالی. مهربانی جناب رئیس جمهور. خب. ناطقی صاحب محترم. ما فکر میکنم که در 13 سال یا حداقل در 9 سال گذشته بسیار زیاد صحبت کردیم در مورد دلایل اختلاف با آمریکا. تلفات ملکی مردم افغانستان آیا مهم نبوده که ما به او اختلاف نشان بدم؟ بمبارد دهات مردم افغانستان مهم نبوده؟ اونا رو شما شهروند مردم افغانستان نمیدانید؟ بر هر دلیلی که آمده بوده ولی کشتن مردم ما. آیا قتل مردم ما مهم نیست؟ وظیفه ما چی بوده؟ رئیس جمهور خوش کردن امریکا یا دفاع از حق ملت افغانستان؟ اگه وظیفه ما خوش کردن امریکا بود پس شما برحق هستیم. خوش نگه داشتن امریکا بود شما برحق هستیم. اگه وظیفه ما دفاع از ملت افغانستان بود از حقوقش بود وظیفه خود انجام دادیم خوشبختانه. در مورد زیر ساخت ها در روز اول آغاز کار با یک کشورهای جهان ششتیم صحبت کرد، خصوصا بارس کنفرانس توکیو. پیشنهاد ما در 3 مورد برشان سپرده شد: سرک های افغانستان، بند های آب افغانستان و برق خود ما. در مورد سرک های اینا دلچسپی داشتن، سرک ها رو پذیرفتن، چون ترانسپورت خودشان دو سرک ها میشد پذیرفتن. در مورد بند های برق ما و بند های آب ما گفتن که این کار اونا نیست و کمک نکردن. گفتن که شما برین با بانک جهانی و بانک آسیایی صحبت کنید. اونا هم زیر دست اینا بودن. برق افغانستان سال ها کوشش کردیم که از خود ما شود، هم از طریق بند های آبی و هم از گاز و زغال سنگی که داشتیم. امریکا با ما موافقه کردن که حداقل از گاز شبرغان برقی می سازن با قیمت 150 میلیون دلار و پروژه هم تکمیل شد، ولی متاسفانه اونا بازی کار را نکردن و گفتن که این آل مفید نیست. دولت افغانستان بسیار کوشید که زیر ساخت های اساسی اقتصادی ما جور شد، ولی خارجا دو با ما موافقه را کرد. اگر کشوری که با ما در رو دوستی کرد و کار کرد هندوستان بود که بند سلما را برش پیشنهاد کردیم. اونا بند سلما را کارش آغاز کردن و الحمدلله ساخته شد. انشاءالله تا چند ماه دیگر افتتاح میشه و جور میشه. بندهای دیگر مثل مچلهو، مثل بندهای در فاریاب، مثل در پروان و جاهای دیگر افغانستان، اونا را از پول خود دولت افغانستان ما ساختیم و نقشه کردیم و بعضشان کارشان هم آغاز شد. تشکر جناب رئیس جمهور. خانم وجمه صافی سوال داشتن. صافی خوری، ده هند او در روسی سر مکره چی حکومت چرو که دین سر خو رابطه دیر شبه او بهتر است بله، در روسی سر دیر رابطه ندرونه. خب بیا پیدی دیر سکاری که ما در روسی سر در رابطه در شوال دیر کوشش بکنه و الحمدلله چی دیر شن نتیجه آور کرد. داغه نتیجه دست بله چی روسان برتلال خبال فرنگی کوری پا افغانستان که جور کی او سفارت دوباره فعال سو او در افغانستان سری نظامی مرزدی شروع کرده، دیر هلیکوپتری، دیر مرمی، دیر وسایلی را تراکله او خوشحالم چې دا فعل حکومت هم دې دوستۍ ته ادامه ورکوي او په دې هکله مو کار الحمدلله مثبت او باید او چې دا دواړه هیوادونه د دې سیمې هیوادونه دي او زموږ سره رابطه لري او اوږد ژوند مو ورسره دی. په دغه ترتیب د چین سره مو رابطه ډېره محدوده اوس مو الحمدلله چې رابطه ډېره عمیقه او ډېر اساسي ده. د ایران او په نور معارکو تاسو خبره چې څه وکړي جوان عزیز، یک سوال بسیار مهم کردین. انتخابات افغانستان یک چیزی که بارها ثابت شده بر ما، من به تفصیل گپ نمیرم، تفصیل دارم باز یک روز انشاءالله خدمت را عرض میکنم. یک چیزی که بارها بر ما ثابت شده و ایست که انتخابات در کشورهایی که اونجا دست بزرگی بیرونی باشه نمیتونه که به خوبی شوه و یا آزاد باشه. مردم افغانستان به او ترتیب که بی بی سی و سی این این و مطبوعات غرب ما را متقلب گفتن، ما او تو متقلب نیستیم. اگر ما اون پول داشته باشم و برم امریکا و 200-300 میلیون دلار مصرف کنم
تقلبشون هزار برابر ما میشه. مشکلات انتخابات افغانستان ناشی از حالت بیچارگی ما بوده و منفعت بیرونی ها در افغانستان. پس انتخابات ما تنها زمانی درست برپا میشه که افغانستان آزاد و صاحب پروسه انتخابات خود باشه. انتخابات که پولش خارج بپردازه بدون شک با مشکل مواجه میشه. پس کوشش ما حال بادی باشه که انتخابات خود برابر گلم خود انجام بدیم، با پول خود و با وسایل خود. در اون صورت میبینید که انتخابات ما خوب میباشه. خب برابر گلم خود ما اگر توضیح بدین منظورتون چی است؟ چه تغییری باید بیا که باید که خود ما کار گلم ما بزرگتر نه ملل متحد بگذاریم در انتخابات ما، نه مشاور خارجی را در کمیسیون شکایات ما، نه پولش بگذاریم اونا بپردازن با قیمت گزافی که بر انتخابات هند به هر فرد هندی سپانتاس هم شاید بهتر رقم داشته 5 سنت تمام میشه، چند تمام میشه؟ از ما 22 دلار بخنه که میشه. انتخابات هند به هر فرد هندی به هر شهروندش 5 سنت تمام شد، از ما 22 دلار تمام شد. ورقای انتخاباتی از بیرون میومد، تشکیلات از بیرون میومد. نمیدونم که 8 میلیون دلار دیروز برای ما کسی گفت برای روز که اینها فقط 2 هلیکوپتر کرایه کردن. پس انتخابات که با پول و وسایل و فسیلی خود ما شد مطمئنن که بسیار بهتر باشه و اون طرف هم باید کوشش کنیم. به امید دلیل ما کوشش کردم تا زبان حکومت ما که دست خارجی را از کمیسیون های افغانستان، از کمیسیون های انتخابات افغانستان و از کمیسیون شکایت افغانستان بکشیم بیرون و کوشش کنیم که پول از اینا نباشه و از خود ما باشه. متاسفانه که گوش شنوا زیاد نداشتم در بین جامعه خودم. اما نتیجه عملکرد از این کمیسیون ها بیست که یک انتخاباتی که نتونستن نتیجه از رو عطا اعلان بکنن، هر دو طرف به تقلب اعتراف کردن و افغانستان تقریبا به پردگاه بحران بسیار جدی بود. جناب رئیس جمهور، اینی شما خب بودین که این افراد خب عنوان اعضای کمیسیون انتخاب کردین. بلکل بلکل از انتخاب خود راضی هستین شما؟ بالکل بالکل، از طریق یک پروسه کار کردیم. تمام نخبه های وطن شما از رئیس قضا تا رئیس شورا تا رئیس سنا تا جامعه مدنی تا رئیس حقوق بشر با و دیگرها با هم نشستن، لست ترتیب کردن و لست فرستادن به شورا. از شورا و از بزرگا و لست به امضایشان به ما آمد. 27 نفر از 27 نفر ما انتخاب کردیم. یک پروسه بسیار دموکراتیک و یک پروسه بسیار مشروع در هیچ جای دنیا با او از او فیلترهایی که ما گذاشتاندیم لست اعضای کمیسیون انتخابات نمیگذارن، از لست از اونا انتخاب کردیم و اونا رفتن انتخابات دایر کردن، برپا کردن و انجام دادن کار خودن. کمیسیون انتخابات افغانستان قربانی دو چیز شد. یکی ای که قسمی که پیشتر گفتم منفعت بیرونی میخواست که افغانستان انتخاباتش به اینجا کشانیده شد، با محالت که شد مثل که انتخابات 2009 که من دو کاندید بودم شد، همیتون باید دارم. انتخابات 2009 و انتخابات 2014 از لحاظ تبلیغات بیرونی با هم فرق داشتن. اما تبلیغات که علیه انتخابات 2009 شد، اما تبلیغات علیه انتخابات 2014 شد. نارضایتی داخلی هم خیلی بلند بود. نارضایتی داخلی به دلیل تبلیغات بیرون بود. امی افغان هایی که امروز از خاک ما میگریزن، پولی که از خاک ما میبره بیرون، دلیلش تبلیغات 2012 و 13 و 14 مطبوعات غرب بود. شما باید دارین که 2014 به افغانستان بلا ساخته بودن. شما باید دارین که گفتن که 2014 به افغانستان سال مصیبت و سال بدبختی و سال چور چپاول و سال از هم پاشیدن افغانستان میشه. پس اگه مملکت با یک هجوم بزرگ جنگ روانی بیرون دچار باشه، هنوز هم ما مردم چون مردم مقاوم و باغیرت هستیم و باقی هستیم، باید سک برد و زندگی خود پیش میبریم. از دید ما خواهرها برادرها عزیز، افغانستان ملتش یکی از بهترین ملت های جهان است، یکی از مقاوم ترین ملت های جهان است. ولی چیزی که افغانستان از او سر مدید از 30 سال به این طرف تا امروز مداخلات مدهش بیرون نیست، منافع بزرگ جهان است و افغانستان یا باید با این منافع راه تطابق خود پیدا کنه که کوشش میکنیم پیدا کنیم، یا به مقابلش بیسته
دو صورت مملکت ما میتونه که راهی به خود پیدا کنه. تشکر. کمیسیون انتخابات افغانستان روزی خوب میشه که یا منفعت امریکا و غرب در افغانستان خیر افغانستان شود و یا ما خود نجات بدیم. تشکر جناب رئیس جمهور. بیننده عزیز یک وقفه کوتاه داریم، باز هم با جناب رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی برنامه سیاست‌های در دنبال کنیم. بینید عزیز، شما برنامه سیاه‌سفید را با جناب رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای حامد کرزی میبینین و در این بخش از بحث ما میخوایم که سوالهای در مورد حکومت داری بکنم. جناب رئیس جمهور، شما در 29 سپتامبر سال 2014 یک اداره را به دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله دادین که امروز همه اتهامات میرزن روی شانه حکومت شما و میگن که ما یک اداره کاملا فاسد و ناکارا را میراث گرفتیم. موافق هستین؟ نه خیر. روزی که ما کار آغاز کردم 14 سال پیش افغانستان حکومت نداشت، اداره اصلا نبود، تعلیم یافته دو اداره به ندرت پیدا میشد، هیچ وسایل اداری به دست ما نبود، هیچ نهادی در کشور ما نبود، ویرانی کامل بود. از اونجا ما کار را به جای رساندیم که به اداری فعلی افغانستان یک دولتی را سپردیم، اداری را سپردیم. درست است که نارسا بود، مشکلات داشت، ولی از صفر آغاز کردیم و در طی 13 سال کوشش و تلاش و جد و جهد مردم افغانستان، جوانای افغانستان، بالاخره مملکت با بجای رسید که کار ما را خود ما میتونستیم بکنیم. خب شما اداره را سپردیم، نهادها را سپردیم، مطبوعات آزاد را سپردیم، شورای ملی افغانستان را سپردیم، قضای افغانستان را سپردیم، خدمات ملکی افغانستان را سپردیم، پلیس و عسکر افغانستان را سپردیم. پس اداره را برای اینا سپردیم که از او اداره و با تکیه به او اداره افغانستان را به طرف آینده بهتر پیش ببریم و بهتر بسازیم. اداره سازی در هیچ کشور کار آسان نیست. اداره سازی تنها میز و چوکی نیست. اداره سازی تنها کامپیوتر نیست. اداره سازی فرد ورزیده، تجربه دار و قانون درست. این اساس اداره است. اساسات اردوی از زیر گذاشتیم به اداره فعلی افغانستان. خب اما خودتان در یک گفتگوی که با مجله اتلانتیک داشتین واضح گفتین که به این نهادها اعتماد نداشتین و شما همیشه مجراهای خودتان فرق داره. خیر خیر فرق داره. یکی اداره مجرب داشتن و کارا داشتن است که از صفر آغاز کردیم و 13 سال بعد الحمدلله چیزی بسیار بهتری داشتیم. شما از دو مثال دیگه قیاس کنین. 13 سال پیش عاید سرانه مردم افغانستان، عاید سرانه چیزیست که شما اگر تمام عاید ملت افغانستان را بگیرین و باز پس رو به فرد افغانستان تقسیم کنین، اون میشه عاید سرانه. عاید سرانه مردم افغانستان 13 سال پیش $150 بود، امروز عاید سرانه ما $700 است. خزانه افغانستان، اسعار خارجی افغانستان، ذخیره اسعار خارجی افغانستان 13 سال پیش کمتر از 180 میلیون دلار بود با طلایی که داشتیم. روزی که ما میرفتم به دولت فعلی افغانستان 7500 میلیون دلار خزانه سپرد، 7500 میلیون دلار، زیادتر از خزانه پاکستان. پاکستان 200 میلیونی، خزانه زیادتر از 3 میلیارد دلار نبود روزی که ما میرفتم افغانستان. پس ای کی کرد؟ این همی جوانایم اداره کرد، همی نظام کرد. اما شما ظرف 13 سال گذشته ده ها میلیارد دلار دریافت کردیم به عنوان کمک از جامعه جهانی، چیزی که قبل از شما اصلا افغانستان در تاریخ خود تجربه نداشته. مثلا اگر عاید سرانه افغانستان مردم افغانستان بلند رفته، این به دلیل افزایش تولیدات داخلی نبوده، بیشتر به دلیل کمک‌های بین‌المللی خیر بوده. بوده تجارت ما با ایران چندین صد برابر بالا رفت،
تجارت ما با پاکستان از 25 میلیون دلار رسید به 5 میلیارد دلار. تجارت ما با تاجیکستان از محدود چند میلیون دلار رسید به 500 میلیون دلار. تجارت ما با ایران بالا رفت به میلیون ها دلار. دار ستحدی ملت افغانستان، سرمایه گذاری در افغانستان، ایجاد کار در افغانستان، به صدها هزار جوار تعلیم یافته افغانستان. اینا تمام این چیزهایی است که نباید ما امتیازش بگیرم، نه خیر، بلکه این چیزی است که ملت افغانستان به دست آورد، کوشش ملت افغانستان بود و این کوشش ملت افغانستان باید قدر شود و تکیه‌گاه شود و از او بنا بهتره برای فردا ساخته شود. بعض از منتقدین شما به این باور هستند که در 13 سال گذشته نهادها ساخته شد. بله. اما این نهادها به اعتبار هم ساخته شدن از جانب حکومت افغانستان. مثلا تا پایان دوره کاری شما برای چند سال متداوم رئیس دادگاه عالی افغانستان به شکل غیر قانونی وظیفه اجرا می‌کرد. برای یک سال. برای یک سال. برای یک سال. برای یک سال به دلیلی که تمام بزرگای دولت هم مشوره کردم. همه گی گفتن که شخص بهتری از قاضی القضات فعلی ما پیدا نمیشه. کوشش اما شخص بهتر به شکل غیر قانونی وجود حضور داشت. درست است. درست است. شخص بهتری پیدا نکرد با همین دلیل اونا سرپرست من در کوشش سال روزای آخری که هفتم پیش از اینکه مراسم تالیف رئیس جمهور نوشا قاضی القضات صاحب جدید در نظر گرفتیم، یکی بها صاحب بودن، یکی مغالب صاحب، خدا ببخشیشان، اونا وفات شدن. باز وقت انتخابات رسید، باز با امرای هر دو کاندید چشتم و گفتم که اگر ما آل قاضی القضات معرفی کنم شاید اتو تلقی شو که رئیس جمهور که در حال گذار است به طرف بازنشستگی میخواه که قاضی القضات و قضای زیر دست خود داشته باشه و قاضی القضات حال بر. با مدلی باز معرفی نکردم. پس هفت ماه دیگر گذاشتم که رئیس جمهور فعلی افغانستان کار کنه. یک سوال دیگه هم در مورد دادگاه عالی افغانستان میپرسم. او است که گفته میشه که شما منتظر رسیدن به یک توافق با طالبا بودین و پست قاضی القضات افغانستان رو با اونا نگه داشته بودین. رد میکنین تایید؟ یک بحثی در این مورد شده بود. بله. یک بحثی در این مورد شده بود. بحثی بود بخیرن که در جریان سفر ما به انگلستان بخانه که داشتیم، به چه کرد؟ به امرای انگلیس ها داشتیم، در اونجا پیشنهاد شد. از جانب انگلیس ها پیشنهاد شد؟ از جانب انگلیس های پیشنهاد شد به ارتباط پروسی سوره. و ما خوب دانستیم، یعنی بد ندانستیم، اگر میشد خوب میشد. اون کار میکردیم. یکی از دلایل تاخیر در معرفی قاضی قصات این بوده؟ نه، دلیل تاخیرش نبود، ولی ترجیحاً اگر میشد ما بهتر میدانستیم. بارها نهادهای بین‌المللی ارزیابی های انجام دادن و حکومت افغانستان متاسفانه یکی از سه حکومت فاسد دنیا دانستن. دروغ میگفتن. آلبرت میگم چرا؟ خوب سوال کردیم، میرم انتظار داشتم. میفهمید که می سوال میکنین. خب پخته بر جواب دارم. خب بسیار خوب. دروغ میگفتن. دلیلی که شما میگین دروغ میگفتن ایره هم بگوین. در ضمن یکی از شهروال های شهر کابل، شهردار کابل یک زمانی گفت که من خودم میخواستم یک نمره بگیرم، ناگزیر شدم که رشوت بپردازم. یعنی در این سطح فساد متاسفانه در حکومت وجود داشته. آیا گاهی به شخص شما رشوت پیشنهاد شده؟ نه نشده. البته خارجی ها پیشنهاد کردن. بله، اونایی که دعوای رشوت میکنن که اینجاست اونا پیشنهاد کردن. چرا خواستن؟ آلبرتون میگو یک انسان بسیار نیکی بود از امریکا به نام جنرال فیلد. جنرال فیلد اداره که تفتیش کمک های امریکا را به افغانستان میکنه کلان از اداره بود. رئیس اولش بود سیگار. سیگار. رئیس سیگار بود. این جنرال فیلد سفارت امریکا نمیمون که بابا ملاقات کنه. ای جنرال فیلد یک ایرانی کار میکرد و حکومت امریکا توسط از او واسطه شد و او به ما اطلاع داد، باز او ای جنرال فیلد پذیرفتیم. در یکی از ملاقات های با جنرال فیلد که رئیس اداره تفتیش کمک های امریکا به افغانستان بود، معاون سفیر امریکا به نام ریچارد دونی که پس با سفیرشان در ترکیه شد هم حضور داشت. نمیدونم که سپنتاس به امروز که ما بود یا نبود، داود زیسه بود. داود زیسه رئیس دفتر بود و داود زیسه به مجلس که تم شده بود. در جریان صحبت جنرال فیلم
دقیق چهارم پنجم صحبت ما نشد و جنرال فیل مثل طفل بگیری شد. بسیار گیدیم. بالاخره ما مجبور شدیم خیستم و دستای جنرال فیل را گرفتم که از امریکایی که از افریقا بود، از سیاه پوستای امریکا بود. بسیار انسان نیک. ما بالاخره خیستم و دستایش گرفتم، گفتم پروانه داره گیدیان نکو. چرا که گیدیان میکنی؟ گفت که رئیس جمهور ما با شما بسیار دروغ گفتیم و ظلم کردیم. کمکی را که به نام شما اعلان کردیم به کشور شما ندادیم. گفتم چطور؟ خب ما خود میفهمیدیم که چی شده دی خاک، اونا چی میکردن و چی میگفتن. شما ظاهر واسه بپرسان کنون براتون تفصیل چی میگه؟ شما دیگران بپرسان که براتون تفصیل چی میگه؟ گفتم چطور؟ گفت ما رفته بودم به غور. آل یادم نیست. که گفتم بیدانم چندین صد میلیون، دو نیم صد میلیون دلار چقدر ما به مکاتب شما در این روزا کمک ایران کردیم و او کمک تو تلقی میشه که سپرده شده به مکاتب شما. ولی رفتم به غور، گفت در غور گفتن بر ما که نقدر میلیون دلار که ده ها میلیون دلار میشه ما به مکاتب غور دادیم. رفتیم که بچهای غور زیر یک درخت چشتن سرزمین و درس میخوانن. ما برشان گفتیم که شما چی میخواین؟ گفتن که ما یک بوریا میخواییم. ما بوریاشان گفت ندادیم و ادعای ساختن مکاتب بر شما داریم. ما گفتم که خبر دارم. جنرال فیل از اینجا که رفت شورای امریکا با امرای حکومت امریکا مطلق بسته است در معامله دروغ گفتن و فریب دادن. به نام شورای امریکا جنرال فیل برطرف شد و بازنشسته شد و ما کوشش کردیم که باز یک مدال برش بتون به خاطر که راست گفته بود پیداش کردن نتونستیم نماندن که بیاین. شما از اگر یادتان باشه پیشتر براتون گفتم که در جایی که کمک امریکا به افغانستان از تشکر میکنه واقعیتا تشکر میکنه رسیده، ولی چیزی که اونا به نام کمک به ما اعلان کردن همش نرسیده. اونا را به قراردادهای خود دادن، اونا را به چندین مرحله قرارداد سپردن و از چیزی که اونا میکردن، از قراردادی که اونا میکردن ابدا دولت افغانستان خبر نداشت. شما از مکاتب یاد کردین که گویا ساخته شدن اما در حقیقت وجود نداشتن. بله. اخیرا گزارش های نشان میده که در دوره کار جناب فاروق وردک در وزارت معارف افغانستان مکاتب خیالی، معلمین خیالی و غیره ساخته شدن و میلیون ها دلار هم هزینه زیگب شده. شما در جریان بودین؟ اشارتون به هم چیزی است؟ بسیاری چیز هاست. بسیاری چیز هاست. یعنی کمک به افغانستان قسمی که امریکا دولتش اعلان کرد به ما نرسید. میلیاردها دلار که اونا اعلان کردن به ما نرسید. در راه حلف و میل شد، دزدی شد، برده شد. مقامات ارشد افغانستان نقش داشتن. اجازه بدین. شکی نیست که در این تعداد زیاد از افغانهای خود ما دخیل بودن. به حیث قراردادی، به حیث کسایی که به فساد کشانی داشتن از طرف خارجا و به حیث همکارای مفسدین خارجی. فساد میخوام روی خود به طرف بزرگا کنم این مورد. فساد، تبلیغات فساد یک وسیله سیاست امریکا و متحدینش بود افغانستان تا افغانستان را ضعیف بسازه، بدنام بسازه و از او به خیر اهداف خود استفاده کنه. شما یک زمان ما بیچاره بودیم که نتانستیم دفاع خود کنیم چون مطبوعات نداشتیم. اونا داشتن به احتیار خود. در داخل افغانستان شما در داخل افغانستان داشتن مطبوعات به احتیار خود. کاملا به اختیار خود داشتیم. آگاه هم نبودیم و بیچاره هم بودیم. شرکت های شخصی امنیتی زمانی که ما فیصله کنیم که شرکت های شخصی امنیتی رو بسته کنم دولت امریکا پیش تمام بزرگای افغانستان رفت. چی اونایی که در کابینه با ما بودن، چی اونایی که سیاسی افغانستان بودن، چی اونایی که دوستای ما بودن و فامیل و اعضای فامیل ما بودن و اعضای فامیل بزرگای دولت افغانستان به همش گفتن که ما شما را شرکت خصوصی امنیتی میتیم تا باز از او را سر ما فشار بیاید و ما وادار شیم که شرکت ها را بند نکنم. یادداشت کاملش پیس پنتاس باز موجود است. بس برادر عزیز افغانستان او که تبلیغات غرب بود فساد دی کشور نبود. یک ملت با عزت هستیم، یک حکومت درست بودیم، یک حکومت در خدمت ملت افغانستان بودیم و در مقابل اهداف اونا قرار گرفته بودیم.
و از هر رایی که ممکن بود به اینا بخواستن ما را ضعیف بسازن. یک تناقض بسیار آشکار اینجا وجود داره جناب رئیس جمهور. حکومت شما را امریکایی‌ها با وجود آوردن، درست؟ قبل از 11 سپتامبر مثلا شما با عنوان یک شخص سیاسی در افغانستان در این حدی که بعد از اون مطرح شدین مطرح نبودین. درست درست. چطور شد که چیزی که امریکایی‌ها خودشان با وجود آوردن بعد دوباره به چپه کردن ازی به اصطلاح شما چپه نمیکردن، استفاده میکردن، چپه نمیکردن، استعمال میخواستن بکنن ما رو به حیث یک خاک و یک ملت و حکومتی که در خدمت اونا باشه. ما از او جمله مردم افغانستان بودم که سخت طرفدار امریکا بودم، حالا مخالفش نیستم، روش خود به مقابل افغانستان اصلاح کنه دوست چستیم که امریکا را بخواستیم پاش به افغانستان بکشانیم تا افغانستان از چنگ پاکستان آزاد کنیم، افغانستانی که یک اشغال پنهان پاکستان اینجا بوده بود. بر آزادی کشور خود با اونا رفتیم بارها و زمانی که اونا به افغانستان آمدن خوش شدیم که چنان کاری هم کردیم که افغانستان آزاد شد و حقیقتا که در آزادی افغانستان اینا دست داشتن و مشکورشان هستیم. امریکا در آزادی افغانستان دست داشت و ازشان تشکر میکنیم. اینکه اینا به چه هدف ما را آزاد کردن کار اوناست. پسانتر متاسفانه که اینا کارهایی کردن که او به خیر افغانستان نبود. ما اگر افغانستان آرام و آباد میخواستیم و دوست غرب میخواستیم و دوست امریکا میخواستیم، حالا مگه افغانستان آرام و آباد دوست غرب و دوست امریکا و دوست هر کشور دیگه جان که با ما دوستی میکنه میخواییم، حالا این کار رو با افغانستان بکنن ما دوستشان هستیم، گذشتیشان رو فراموش میکنیم، هر تبلیغاتی غلطی که کردن، هر استفاده های نادرستی کردن، هر تفریقی که در اینجا داختن و هر کار دیگه که باعث تضعیف مجتمع یا باعث رنج آزار مجتمع او رو باشان عفو میکنیم، ولی شرط داریم. شرط ایست که اینا وحدت ملی افغانستان احترام کنن، تفرق اندازی اینا نکنن، مدباچنی کوشش نکنن و اینا کوشش هزیر نکنن که افغانستان زیر دست پاکستان بسازن. اگر افغانستان صاحب حاکمیت ملی آزاد و متحده اینا با امرای با کوشش کنن، ما دوست چی میگن؟ جان جانی میگن؟ چی میگن؟ جان جانیشون میگن و نر مردم هم هستیم، دو دوستی خود وفادار هم هستیم، باز دوستی را متکتشان عملی هم میکنیم. بسیار خوب. ولی که ما بسیار چل ول نکنن، ما او گپار یار نداریم. چل که کردن که ما باز ما به جنگ میایم، چون ما خود ما چل نمیتونیم کده کده جان. باز مجبور به مقابل استاد میشیم که نه. بهتر نیست چل یاد بگیریم ما هم. و قدر ما بسیار اگه ملت نجیب هستیم، ما چل باز نیستیم. بسیار خوب. شما پیشتر پذیرفتین که برخی از شهروندان افغانستان و مقامات دولت شما هم در فساد دخیل بودن. بالکل بودن. اما هیچ مقام ارشد حکومت شما به اتهام فساد محاکمه نشد. هیچ کس در زندان نیست امروز. بعضی ها شد. یک کار بسیار سنجیده شده بود که من کردم. ما به این نتیجه رسیدم که این کشورها از یک طرف فساد را تشویق میکنن، از دیگر طرف سر ما فشار میارن که علیه فساد اقدام کنیم، از دیگر طرف با ظلم و افراد میخوان که پس علیه دولت و تضعیف دولت استعمال کنن و تضعیف جامعه ما. پس با یک مهارت کامل با اینا ما روش کردیم، از یک طرف مجادله خود علیه فساد ادامه دادیم، از طرف دیگه هم نخواستیم که ما در گیر جال اینا شویم که یک جال بسیار خطرناک بود که هم ما بدنام شویم و هم متفرق شویم و هم با جان خود بفتیم. با همین دلیل اگر یادتان باشه یک روزی در مصاحبه خود یا در یک سخنرانی های خود گفتیم که او برادر و مردم افغانستان، کسایی که برای پیسه پیدا کردن به اینجا آمدین و یا میخوان پیسه پیدا کنین، از هر جا و هر رقمی که پیدا کنین شرط ایست که در افغانستان مصرف کنین. ببخشید شما وقتی گفتین که هر رقم میتونین پیدا بکنین، بعضی منتقدین شما ایره زنگ چور خواندن، امی تعبیر به کار بردن. کاش که امو چور در داخل افغانستان میشد امیجا میموند. چور از خارجا بود نی؟ از وقت چور میکنه داخل وطن خود مصرف میکنه. حالا خسر چپه شد. اونا چور کردن و پول ما رو بردن به خارج. شما میفهمین که
ما را حکومت انگلستان به کنفرانس دعوت کرد پارسال به کنفرانس بانکداری اسلامی رهبرای کشورهای اسلامی را خواسته بودند ما و رقاد مفلس هم دو خواسته بودند خبر نداشتند اونجا که رفتیم صدر اعظم انگلیس گفت که هر مقدار پولی که میارین به خاک ما با پرسان نمیکنین یارت است پنتا یک کسی را آورده بودن به نام صدر اعظم کناری آیلند او گفت که ما هیچ پرسان نمیکنیم او کلانای جهان اسلام هر پولی به هر مقدار به هر ترتیبی که پیدا کنیم بیان با بانک های ما پرسان نمیکنیم ما منفعت هم برتان میدیم بانک های غرب از چی میچره؟ اونا حق دارن که ما را تشویق به دزدی در خاک خود کنن و ما را باز بگین که پیسایتان بیانین به غرب ما حق نداریم که اونا را با امراشان معامل معامله کنیم در اینجا باید ماهر باشیم این پول قاچاق افغانستان با کجا میره؟ پول تریاک افغانستان با کجا میره؟ چقدرش به ما میمانه؟ این 60-70 میلیارد دلار که با بانک های غرب میری از کی است؟ پول از ماست منفعتش از ایناست در این چیز که ما باید ماهر باشیم و برای ثروتمندی خاک خود و مردم خود کار کنیم و با جرأت کار کنیم خب یکی از بحران های بسیار جدی و بدنام کننده در افغانستان بحران کابل بانک بود جناب رئیس جمهور بالکل بود برادر شما و برادر بلکل معاون اول شما در زمان بلیا. شریک از این بانک بودن بلیا خود چقدر مقصر میدانین در هیچ. بحران کابل بانک هیچ برخلاف خود سخت با افتخار میدانم در این معامله البته برادرم روز اول گفتم که دی بانک نرو با گفتم نکند اون سوالش کنی بارها برش گفتم ولی اگه آدم پاک است اونجا دفاعش نمیکنم چون رئیس جمهور بود ولی میکنم بسیار خدمتگار است برین قندار کی چه ساخته اونجا کابل بانک زاخر واسب کاش که میجه حاضر می بود یک روز ما بودم سپنتاس بود زاخر وال بود جنرال امریکا بود پیتریس نه سفیر امریکا بود چه نام داشتم سفیرشان ایکن بری در مجلس نشستیم روزایست که کابل بانک گپش دور خورده زاخر واسب اتفاقا با مجلس ما آمد ششت ما گفتم بیا بیشیم بحث های دیگه ما که خلاص شد زاخر واسب به طرف سفیر امریکا روی خودکت گفت که سفیر صاحب ما چیزی رو میخوایم خدمت شما عرض کنیم که بسیار خطرناک است به افغانستان این کار رو نکنیم گفت چی؟ گفت ما اطلاع یافتیم که در کابل بانک یک نفر امریکایی از سفارت امریکا ششته و نفرای کابل بانک مسئولینش تشویق میکنه که پول از کابل بانک بکشه ببره به دبی یادت است؟ جنرال پیتریس بسیار عصبی شد گفت کی کرده این کار؟ گفت من نامش یاد ندارم من میخوام نامش پیدا کنم پسان باز پشتر رفتن زاخر وال تهدید کردن که چرا گفتی؟ چرا افشا کردی کرد؟ زاخر وال سب بخند با مصاحبه میشه کتان کپسه پرسان کن مطلق دست امریکا بود در این شکل نیست که فساد خود ما مردم افغانستان دو بود کسایی که بودن افراد ما ولی مطلق دست امریکا بر برتضیف نظام ما برتضیف دولت ما و بر برنام کردن شخص ما که ضعیف شوم و نتانم که چیزی را که مقاومت میکنم بو بپردازم خب ما میخوایم به یک بحث دیگه جناب رئیس جمهور بریم نیبا می بحث بون خب گپ بزنیم سوال دیگه داری بکنه این بار یک سوال که من اشاره کردم و شما هم گفتین که بله از جانب غربی ها بر ما رشوت پیشنهاد شد اما نگفتین که چی میخواستن چند پیشنهاد کردن چی امضای قرارداد میخواستن چی پیشنهاد کردن پیشنهاد کردن که حکومت تا ادامه بده ولی قرارداد امضا کن حتی 15 روز پیش از مراسم تالیف 20 روز پیش از مراسم تالیف که صندوق های کمیسیون انتخابات در 6 ماه فقط
5000 صندوق حساب شده بود یا 2000 صندوق حساب شده بود. آمدن پیش ما گفتن که ما میخواییم که حکومت موقت جور شما و شما دو باشین. ما گفتم نخیر، شما باید با شما باید با آرزوی حکومت ما نباشین، چون اگر ما در حکومت بانم ما شما را از افغانستان میکشم. بله؟ ناتو شما را گفتم، امریکا را گفتم، شما و ناتو را اردویتان از افغانستان میکشم. یه چیز پنهان پس. نبود پس پس او که او را که برشان را گفتم که مطلق ناامید شدن که این شوقی قدرت نیست و قرارداد امنیتی را امضا نمیکنه. بارزو رای صندوق ها روز پنجشنبه بود، خوب یادم است، تا روز پنجشنبه نمیدانم 2000 صندوق حساب شده یا 3000 حساب شده بود. او را که برشان گفتم که ناامید برآمدن، این صندوق ها را حساب شد تا روز شنبه به 12000 رسوند. حساب ظاهرا ما میکنیم کمیسیون انتخابات میکرد، در باطن دست اینا بود. سوال که در افکار و بارز و باز کوشش شرن کردن که مراسم تعلیف امو تاریخ ما گذاشته بودیم برپا کنیم و جور کنیم. خب سوال که در افکار ما باقی میمانه ایست که هر سه کاندید پیشتاز در روز زمان گفته بودن که با مجرد پیروزی امضا میکنن بله. قرار داده و همینطور هم کردن، رئیس جمهور دکتر اشرف غنی بعد از پیروزی خود امضا کرد. بله. بحثی است که با وجود که شما منتقد امریکا بودین، چرا امریکایی علاقه داشتن که حتما شما باید امضا کنین؟ چون ما زورم زیاد بود، مشروعیتم زیاد بود. بسیار خب، حالا یک سوال میخوایم در مورد صلح بکنم. فکر میکنم، من نمیدونم، شاید به این دلیل بوده باشه. یک سوال یا باز میخواستن که سر ما امضا کنن و باز ما را بدنام کنن. خدا میدونه که چی بوده. خب بر صورت یک دلیل داشتن. شما پیوسته ملا محمد عمر برادر خطاب کردین و طالبان در مجموع طالبان بله طالبان برادر خطاب بله. کردین و مورد انتقادم قرار گرفتین بسیار زیاد. بله پذیرفتیم انتقاد. بله حال ملا برادر ملا محمد عمر درگذشته ظاهرا، شما با وجود برادر خطاب کردن در مرگ برادر حتی یک پیام تسلیت هم نفرستادین؟ ما به مرگ هر انسان متاثر میشیم. یک عاطفه بشری است که از او کسی انتقال کرده. ملا عمر هم با مرگ هر انسان متاثر میشه. با مرگ هر انسان متاثر میشه. ما آدم جنگ طلب و جنگ ها نیست، بلکه ما شدیدا مخالف جنگ هستم و شدید مخالف نفرت و یا بغض به کینه هستم. ندارم، در طینت من نیست. میگم متاثر میشم با مرگ هر انسان. اگر شما متوجه شده باشین در 13 سال گذشته ما هیچ وقت به مقابل انتقاد شهروند کشور خود ما، هموطن ما، عکس العمل نشان ندادیم. اگر یادتان باشد از زمان انتخابات 2009 که دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب دلار دو کاندید بودن، بسیار چیزهای به مقابل ما گفتن، ما هیچ وقت جواب ندادم و در مقابل انتقاد هیچ هموطن خود جواب ندادیم، چون ما هم از لحاظ فطری و هم از لحاظ تحلیل که کردیم به این نتیجه رسیدیم که افغان ها حداقل 30 سال میشه و 200 سال دیگه که بر سر ما چی گذاشته از زمان آمدن انگلیس به هند او را بگذاریم، که حداقل از 30 سال گذاشته از زمان حمله اتحاد شوروی سابق به افغانستان، ما از طرف بیرونی ها به مقابل یک دیگه خود استعمال شدیم. منفعت چه همش اونا بردن، بدبختیش با ما مردم افغانستان بود. پس ما به هیچ افغان مقابل نمیشم و نیستم و نمیخوایم باشم. هر افغان هموطن ما که چه بدیام کرده باشه برش عذر زاری میکنن که بیا برادر به خاکت و کشورت امن بساز. پیام تسلیت چرا ندادین؟ تا ما به حیث یک ملت بتانیم که مقدرات خودمون تعیین کنیم و او زمانی میشه که ما باید یک ملت متفق و همدست و همزبان باشیم که انشاءالله تعالی اکثرت ملت افغانستان هستن، فقط نخبه های ما مشکلات دارن که از او باید ما بگذاریم. بسیار خوب، آیا احساسات پیام تسلیت؟ بله. متوجه نشدیم
پیام متوجه نشدیم و الا میفرستادیم. خب شاید نمیفرستادم، ولی برای هر مسلمانی که وفات میشه، به هر انسانی که فوت میکنه، خداوند رب العالمین است و ما بندهاش هستیم، به او مغفرت میخوایم و آرزوی بخشش از خداوند میکنم. بسیار خوب، حال میریم باز سراغ هزار تالار و دوستای که سوال دارم. خانمی که در صف چهارم یا پنجم، بله. یک سوال که مدت زیادی در ذهن ما میگشت، خواستم از شما بپرسم. مهربانی دخترم. وقتی که شما رئیس جمهور افغانستان بودین و همه روزه طالبان و پاکستانی ها رو برادر خواندین و تا کنون برادر میگین؟ پاکستانی ها رو مردمش برادر خواندین، حکومت چنی بچیم؟ بله درست. و اکنون شما فکر نمیکنین امی باعث شد که ضعف های زیاد در کشور ما به وجود بیاد و مردم ما قربانی زیاد دادن و تا کنون دمی صدت روان هستن؟ شما واقعا در فکر نیستین که مسئول وضعیت فعلی کشور شما هستین؟ یعنی میخواستین که جنگ کنیم بکشیم؟ نه خیر. خیلی چیم کنیم؟ خب یعنی شما اگر با جنگ میشد خو وقت گپ جور میبود خور. درست. بله، اگر شما یک نظام درست را، یک سیاست درست را در پیش میگرفتین، اکنون فکر نمی کنم چنان وضعیتی در کشور ما حاکم سیاست صلح بود. سیاست صلح بود، سیاست برادری بود. تشکر. اجازه بدین که برادر نمیخواندین. اجازه بدین رئیس جمهور برادر ما هستن، هم وطن ما هستن، هم وطن ما برادر ما هستن. هم وطن ما برادر ما هستن، در هر دیم ما هستن، در هر قریه ما هستن، در هر دیو قریم باستن، اونا هم وطن باستن، هم وطن برادر است، هم وطن برادر نیست؟ خیلی چیز که برادر نیست؟ تو سوال دیگه هم میگیریم جناب رئیس. برادر نااهل است، برادر است، برادر ماست ولی نااهل است، فریب خورده، فریب خورده، باید فریب نخوره بیا. برادر است ولی نااهل است، باید بیاد به خاک خاک خود جور کنه. ما ایتو نکنیم که هموطن خود بد بگیم، بین خود افتیده باشیم و خارجا را غیر صفت کده بریم. اونجا ما خراب شدیم، از خارج بازی خود خراب شدیم، نه از برادر گفتن خود. جناب رئیس جمهور، به خاطر از اینکه بعدا ما متهم به سانسور نشویم، ما میخوایم که سوال های هزار تالار هم بسیار فشرده و کوتاه باشه، و اگر شما جواب بدید کوتاه باشه، به خاطر که بعدا ما بچش. آقای اخجو، شما میربونی سوال دارید. من کمک که به عنوان یک شاگرد اقتصاد یک متاثر شدم وقتی که به عنوان بزرگترین اشتباهتان شما نظام اقتصاد بازار انتخاب کردین و گفتین که امی بود اشتباه ما بوده که ما درست و ای در حالی است که بزرگترین دستاورد شما در طول 14 سال از نظر دید اقتصادی است. امروز که میجه ششتین و این مطبوعات آزاد میبینین، این مخابرات میبینین، درست سری سکتور درست. خصوصی رو میبینین که از برکت زوم و امو جی دی پی که شما گفتین، آقای سرانه ملی را گفتین که داخلی بود، بله. بخاطر از این بود سکتور خصوصی کار کرده بود، بله. یعنی در نتیجه اونم اقتصاد بازار بود که برای سکتور خصوصی جزا شد که تیاره داشته باشن، تلویزیون داشته باشن، رادیو داشته باشن، شرکت مخابراتی داشته باشن، تجارت بکنن، ساختمان بکنن. سوال اساسی داری هست که اما مسئله شما اشاره میکنید به نظر من به خاطر زی بوده که ما درست نتونستیم کنترل بکنیم اقتصاد بازار. ما قانون تطبیق نکردیم. گپ میستی؟ ما جلوی غصب زمین نگرفتیم که در قسمت شما هم مسئول هستیم. ما نتونستیم دست افرادی را بگیریم که هم با نظام بودن، برادرای ما بودن یا دوستای ما بودن یا به شکل بایکتبانی با ما قراردادها را گرفتن و بالاخره اکثریت مردم فقیرمان، بیچارهمان و دورمانن از امکانات اقتصادی. اما یک کتله محدود به عنوان قمندان، والی، قدرتمند در سر ثروت زانو زدن و هم قدرت گرفتن و متاسفانه مورد حمایت جدی شما هم قرار گرفتن و هیچ وقت مورد محاکمه هم قرار نگرفتن، بلکه اگر سرش فشار می آمد یا وزیر مشاور می شد یا سفیر می شد یک جای دیگه می رفت. سوال درستی داری است که شما چرا اقدام نکردین؟ و عمو میله و در این زمان در قسمت میله که گفتین که مردم افغانستان در 14 سال در میله بود، لااقل سال 2012 این موضوع اعلان کردین، چرا جلوی این میله را، ای عیش و خوشگذرانی های اقتصادی را که هر کس هر چیز میخواست بکنه امیر در 3 سال سال دیگه حکومت؟ جناب ارجو خیر، تشکر. رئیس جمهور میره بونه. خب میله خوب بود که بود دیگه، جلوی میله را چرا میگرفتین؟ شما خاطر از اینکه ما کل ما کمک خارجی بود، ولی ما با سر اقتصاد خود ساد میشدیم و کار میکردیم که اقتصاد که امروز که بعد از ختم کمک ها و خروج نیروها سوال شما گرفته شد جناب اینطوری جلات میکنه. تشکر گرفتیم. ببینین حق جو صاحب،
شما را تمام امتیازات و حقوق را که در اتاق تجارت میخواستین برتان دادیم، به این منظور تمام آزادی ها را برتان دادیم که از می بازار اقتصاد آزاد شما استفاده درست بکنین. ولی در مورد بازار آزاد افغانستان باید یک دید کمک مختلفی می داشت. من زیادتر به دید نظام جرمنی بودم، شما و رفیقاتون زیادتر به دید نظام انگلیس و امریکا بودیم. ما یک کمک کنترل دولت در امورات می خواستیم و می آوردیم و کوشش بده و کردیم. من مخالف حضور IMF در افغانستان بودم، من مخالف حضور بانک جهانی در افغانستان بودم. من میخواستم که افغانستان در هیچ نوع قید اینها نباشه و گروه کارا رو میکردیم، امروز وضع ما بهتر میبود. در مورد تاسیسات زیربنایی و رخ حرف خود قبلا گفتم که چیزی که در توان ما بود کردیم، ولی چیزی که در توان بیرون ها بود با ما نکردن. کشورهایی که با ما حقیقتا دوست بودن با ما دوباره همکاری کردن، دیگران نکردن. اونا از بس افغانستان بیرون بودن و در طویل مدت طرح داشتیم و اون طرح تطبیق کردیم. آرمان الحمدلله میبینیم که هم برقی بهتر داریم، هم بندان ها رو مدرال ساختن است، هم جوه هم مدرال بهتر شدن است و کار دیگه هم. تشکر جناب رئیس جمهور. یک سوال دیگه هم میگیریم. آقای طاهر هاشمی، استاد دانشگاه. ما فکر میکنم که مردم افغانستان و شما هم مستحضر هستین که در شرایط امروزی افغانستان بدترین روزهای تاریخ خود میگذرن و حکومت نامنهاد وحدت ملی هم به سرعت ازی حرکت می افزاید و ما را به طرف یک پرتگاه می برد. ولی کار امروز و دیروز نیست، کار است که در ظرف 15 سال در تحت زعامت شما جریان داشته و البته از او پیشتر هم حالات بدتر از او وجود داشته. ولی از کنفرانس بن به بعد شما روش هایی را اتخاذ کردین که متاسفانه افغانستان به حالت کنونی و حتی بدتر از این خواهد رسند. منظور ما است که حکومت که بعد از کنفرانس بن تشکیل شد قرار نبود که یک حکومت مبتنی بر قوم و قبیله باشد، بلکه مبتنی بر آرزوهای مردم افغانستان و یک حکومت ملی باید می بود. ولی شما و کسانی که در اونجا حضور داشتن که از بزرگان اقوام بودن و متنفذین بودن، اینا یک حکومت را بر اساس قومیت تشکیل دادن و مبتنی بر فیصدی اقوام. یعنی قدرت به صورت افقی تقسیم شد. اگر سوالتون استاد فشرده بسادین با معذرت. بعدش در افغانستان وزرای ما این قدرت به صورت عمودی تقسیم کردن. به هر صورت از کمک های خارجی با وجود که شما فرمودین که همه قصور و اینا متوجه خارجی است. همه نه قسمت بزرگش. ولی ببینین شما بر اساس مصلحت حکومت کردین. بله. و این بارها شما ابراز کردین. بالکل این حکومت مبتنی بر مصلحت بالاخره ما را به جایی رساند که پست های دولتی برای متنفذین تقسیم شود و آنان که حکومت و حکومتداری را بلد نبودن اونا آمدن در چوکی های حکومتی نشستن و تا امروز شما میبینید که یک تعداد زیادشان از طرف شما یا سفارت گرفتن و یا ایست که با پولهای بسیار فراوان به آمریکا و اروپا رفتن. در این قسمت شما ضمیر شما و قضاوت شما در مورد مردم افغانستان و ای که چی احساس باید داشته باشن چی خواهد بود؟ جان رئیس تقاضای ما ایست که اگر پاسخ سوال کده کوتاه‌تر باشه. کنفرانس بن ساخته ما نبود. کنفرانس بن ساخته ملل متحد و کشورهای بزرگ جهان بود مثل امریکا بود. تشکیل رو که در بن ساختن او تشکیل به افغانستان آورده شد به همراه ما یک جای که آمدیم اینجا حکومت ساختیم. به همون وقتش چیزی دیگه ممکن نبود. بعد از او
بعد از دوره انتخابی، دوره موقت بود، دوره انتخابی بود، دوره انتخابی در افغانستان کار به ترتیب شد که از خصوصا از لحاظ مقرری ها و از لحاظ تعیینات که من از او کاملا راضی هستم، از او به تمام معنا خوش هستم. شما استاد محترم با اساس قومی در وزارت تأثیرات عالی استاد مقرر شدین یا از کفایت خود؟ خلاص درست؟ خب سنتان با وقت رسید دیگه، خود تقاوت خود ما مامل تقاوت هستم. خب در افغانستان وجود داره، خب در افغانستان وجود داره، پس در افغانستان وجود داره، قانون افغانستان تقاوت داره. سپنتا صاحب با اساس قوم مقرر شده، با اساس کفایت خود مقرر شده، وزیر خارجی ما بود و مشاور امنیت ملی ما بود. برادر ما رئیس های با آیسا که معاون اتاقای تجارت بودن، گاهی با اساس تقسیمات قومی مقرر شده یا با اساس کار خودشان دستور بود؟ با اساس کارشان. حافظی صاحب که اونجا بود با اساس چی مقرر شدن؟ رئیس صاحب شاید برادران ما که نتونن اجازه بدین، خیلی سوال بزرگ ما با اساس قومیت مقرر شده. نه اجازه با اساس قومیت، اجازه بدین با اساس قومیت که بر حق است و اشتراک ملی در افغانستان نشان می تواند، تمام جهان نشان می تواند، در هند امروز با می ترتیب است، در امریکا با می ترتیب است. در امریکا چرا اینا یک چینایی را چینایی اصلا میارن وزیر کابینه خود می سازند، اسپانیایی اصلا میارن وزیر کابینه خود می سازند؟ چون اشتراک ملی یک حقیقت امروزی جهان است. در پایین از وزارت ها، در پایین از وزیرها، در معین ها و در رئیس ها این کار نبود. در زمان دولت ما ابدا نتونه بود، هیچ وقت معین با اساس قومیت مقرر نشده، هیچ وقت رئیس نشده. به همین دلیل اداره اصلاحات اداره ساخته شد و دکتر صاحب و شاهد و پیش از او برادرای دیگه در رأس از می اداره بودن که تعیینات بکنن. این که دلیل تعیینات فساد بود یعنی و گپ دیگه است، ولی قومیت در اداره افغانستان به او ترتیبی که تبلیغ میشه نیست. و این را باید بگیم که هر شهروند این کشور هم به حیث شهروند و هم به حیث منصوب به قوم افغانستان حق داره که در افغانستان کار کنه، حق داره که در افغانستان جای پای داشته باشه. ایناله. تشکر رئیس. نه اجازه بده. ایناله. اگر کسی در افغانستان به نام یک قوم میای مقرر میشه عیب نیست. ما بر سنای افغانستان از اقدامات اولین که بسیار از خوش هستم، از مردم قرغیز پامیرات افغانستان را نفر آوردم با استانا مقرر کردم. او یک قوم محدود افغانستان بود، آیا حق نداشت که بیان مقرر شد؟ و خوش هستم از او. من در سنای افغانستان انارکلی را آوردم مقرر کردم که از اهل هنود افغانستان است و بسیار کار خوب است. و در اداره افغانستان شما یک کشور را باید بگذارید که اساس تا پخته شود. اگر نمیکردم برادر، امروز این می هتل سیرنا و موش موش است نمی بودیم. این میشه. امی بحث امروز نمی داشتیم. تشکر جناب رئیس جمهور. من بخوام در این بخش از برنامه یک نگاه به آینده داشته باشیم. یکی از سوال هایی که مطرح است که آیا شما فکر میکنین حکومت وحدت ملی 4 سال باقی مانده خود تکمیل بکنه و در راه دچار سانحه و سقوط نشه؟ خدا کنه که نشه ما باید کوشش کنیم که تکمیل کنه. من براتون مثال میارم که چرا باید تکمیل کنه. ما در نزدیکی ما دو مثال بسیار مهم هند و پاکستان داریم. هند، بزرگای هند به قانون اساسی خود وفادار ماندن. امروز از بهترین دموکراسی های جهان است و امروز از مقتدرترین کشورهای جهان است و بهترین تهداب های اداره و سیاست و قانون دارد. پاکستان متاسفانه به دلیل مداخلات بیرونی در عسکرشان و در نظامشان نتانست که خود نگاه کنه و قانون اساسی خود تطبیق کنه. امروز حالت چه می‌بینیم؟ پس افغانستان نباید که آزمایشگاه باشه، نباید که ما خود آزمایشگاه بسازیم، نه برای اهداف خود شخصی ما، نه برای اهداف بیرونی ها. هدف ملی ما تطبیق قانون اساسی افغانستان و پوره کردن دوره های حکومتی سکیمه. پس به هر قیمتی که شده باید با کمک کنیم و
بگذارن که دوره خود را تکمیل کنن، باز رئیس جمهور نو انتخابات احتمال آمدن کدام حکومت موقت که گاهی مطرح میشه ابدا به خیر افغانستان نیست. شما بعید میبینین آمدن شدیداً خلاف منافع افغانستان است. حکومت موقت به این معنی است که افغانستان هیچ وقت صاحب تداوم نظام نشه. او بر افغانستان خطرناک است و ضرر عظیم به ما پیش میکنه. شما همیشه به عنوان یک انسان خوشبین با آینده توصیف شده. خوشبین هستم. بله. بشه بگوین که عوامل خوشبینیتان برای آینده چی است با وجود ناامیدی که فعلا گاهی گفته میشه که ملت فرار گرفته؟ خوشبینی یک حالت ذهنی است. بله. او حالت ذهنی رو من میشه دارم. خوب است. همه ما باید خوشبین باشیم. افغانستان مثلا در این چارچوب خوشبینی خودتان افغانستان سال 2020 چگونه میبینین و عامل خوشبینیتان چیست؟ یک افغانستان با عزت، یک افغانستان با وقار، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان خوب با یک شرط. شرط سیست که ما به مو شعر زیبای اقبال بریم که خدا آن ملت الا سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش از برای دیگران کشت. در مورد ما باید اتو بگویم که خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که نخبگانش از برای دیگران کشت. این کار که بکنیم باز کار موجود. بسیار تشکر جناب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین و با سوال های ما و هزار تالار پاسخ گفتین. خیر تشکر از آمدید. خوش آمدید. تشکر از شما. بخیر باشید. خیر تشکر.